مست و باطلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه این جای زخم قدیمی من. سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدین به برنامه مستی و راستی. برنامه‌ای که من معمولاً توش کمی مستی و یخت چت میشم یا با خودم حرف میزنم یا با مهمونای خیلی جالبا. قبل از اینکه مهمون امروز برسیم، مثل همیشه من توی تور هستم توی اروپا. بریم بلیتاتون از kingram.com بخرین. برلین، هامبورگ، کلن، وینا و آمستردام دارم شو میزنم. و اگر دنبال سایکدلیک تراپی هستین یا کنجکاوین که اصلا سایکدلیک تراپی چی هستش، با صفحه برادرم مهران تماس بگیرین که میشه لینکش رو میذارم این پایین، mindbodyintegration.ca یا legacyjourneys.ca. و اینکه مهمون امروزی دوست عزیزی که شاید واقعا کمتر از چند ساعته که باش آشنا شدم، منم که میشناسی، یکی مسیج میزنه میگه آقا من رفتم برنینگ من و هنوزم چتم و نمیدونم کلی عشق و فلان همین داستانا تو قلبمه و خیلی دوست دارم بیام در موردش صحبت کنم تو پادکستت. و یه در حد چند دقیقه شد با هم دیگه صحبت کردیم قبلش، گفتم اوکی بیا، اتفاقا چون الانم خیلی داستان برنینگ من خیلی داغ بود و خلاصه میذارم خودش بیشتر توضیح بده که داستان برنینگ من چیه و چرا انقدر جذابه. منم حالا چون یه بارم رفتم، منم نظر خودم میدم در مورد این داستان. ولی خیلی خوش اومدی احسان لیما، دوست عزیزی که من اصلا نمیدونم کارش چیه یا داستانش چیه، ولی همینجوری دعوت کردم به برنامه که با هم بیشتر صحبت کنیم و بریم قراره در مورد چه چیزایی حرف بزنیم. اوکی، مرسی رام. منم سلام عرض میکنم به شنونده‌های عزیز. تو چند تا از برنامه‌ات رو گوش کردم. ویسکی میزنی؟ کی میزنی؟ من الان تو شرایطی هستم که یه بطری قهوه و یه سیب باید یه مقدار ریکاوری بکنم. با اینا خودم رو نگه میدارم. چه سالی رفتی تو؟ من 2007 رفتم. اتون با گلشیفت فراهانی و یه سری آدم های خیلی باحال و کولی رفته بودم. 17 نبود؟ نه 2007. اوکی. اوکی. چند سال پیش میشه؟ من خیلی پیر شدم دیگه الان فکر شدم یادش افتادم. ولی اون سال برای ما خیلی بار بود، اکیپمون خیلی آدمای کولی بودن. من فکر میکنم از تنها بارایی بود که اون خود برنینگ من رو دو بار سوزوندن، چون روز اولی که رسیدیم اونجا یه دونه آدمی که در اعتراض به سری فلسفه و سیاست های جدید برنینگ من که داشت کامرشال و مینستریم میشد و غیره و از این حرفا و یه سری دلایل دیگه، روز اول آتیش زد منو. حالا من روز اول دمه من وایستا میفتیم آتیش گرفت و منم خیلی چیت کدام واو کدام، ما قراره هر شب اینو تجربه کنیم این اتفاقا، چقدر خفن. چه جالب، نمیدونستم. آره نمیدونم، فکرم تنها باریه که این اتفاق افتاد توی برنینگ من و ما اون سال خلاصه اونجا بودیم و واقعا میگم از صبح تا شب روی نمیدونم ماشروم و کوکی و اسید و MDMA و فلان و تا آخر هر چی دیگه خود میدونید داستان چه جوریه. یعنی دیگه انقدر چیز رو چیز میشه آدم نمیدونه تو کدوم بود داره اصلا، نمیدونه توی کدوم بوده. ولی جالبه، پارسال من یکم گلو درد گرفتم، رفتم بیمارستان اونجا و آنتی بیوتیک بهم داد، گفتش که تا دو روز هیچ چیزی نباید بهتره که مصرف الکل هم نباید مصرف بکنی اگه میخوای کار بکنی. و من برای اینکه وزنم بدتر از اون نشه تا دو روز اصلا هیچ چیزی الکل هم استفاده نمیکردم. و شبش رفتیم بیرون زیر یکی از این آرت اینستالیشن ها که نور داشت و اینا، واقعا های شدم، همینجوری داشتم بهش نگاه میکردم و فهمیدم که اصلا این وایبش، تغییر درجه هوا یا نوع خوابیدن، نوع زندگی کردن، خیلی هم شاید استیمولیتر لازم نداری. از این هم خیلی هم سوبرن دیگه، خیلی هم سوبرن که میان خود دوستای من بوده. آره یعنی دوست من حالا چیز اصلیش فقط نیست، یعنی اون هنرش که توی کویر میسازن، اون فلسفهش، کلن کانسپت برنینگ من. دوستای خود توضیح بدی برای یه آدمی که تو اصلا نمیدونه داستانه چیه، بخواهی توضیح بدی چجوری توضیح میدی؟ اوکی، یکم ببخشید، مثلا من اینجا برنامه مستند که درست نمی‌کنم، من همینجوری دارم داستانم میگم. آره بابا اوکی، اصلا مهم نیست، گوگل هست دیگه، آدما برن خودشون 90% حرفی که من میذارم تو این پادکست غلطن، تو بگو خودت راحت. یعنی اگه یه گوگل بکنی راحت فکر میکنم فارسیش هم باشه. سال 1986 چند تا دوست
باز من میگم اگه الکی بود بعدا خودتون اصلاح بکنید. یکیشون مثل که بریک اپ میکنه، بعد میرن بیچ سان فرانسیسکو یه آدمکی درست میکنن، میگن ما اینجا کمپ میکنیم، آخرش اینو آتیش میزنیم که لید گو مثلا اینو راحت بکنیم و بره، و سال بعد یه عده دیگه بهشون جمع میشه، سال بعد یه عده دیگه. و آمریکایی هم که میدونی از آتیش خیلی میترسن، برای اینکه شهرهاشون حسابی تو آتیش سوخته، چون ساختمونا چوبیه. شیکاگو سوخته، نیویورک سوخته. من معمارم بای دی وی، تمام بالاخره فهمیدم کار چیه. آره تمام بیلدینگ اند سیفتی کد اینجا بر اساس آتیشه. یعنی اگه میگه مثلا لوله درت بای سی تا هایدرنت مثلا 150 فوت باشه، به خاطر اینکه لوله ماشین آتش نشانی چلنگش 150 فوته، اگه ارتفاع نمیدونم اینه، به خاطر همه رو باش آتش نشانی چیز میکنن، اندازه گیری میکنن ساختمونا رو. بعد اینا رشن میندازن بیرون، میگن پاشو بگمشید بیرون ببین چی اینجا میان آتش درست میکنید، مثلا کار خطرناکیه. بعد اینا میرن نوادا. چرا میرن نوادا نمیدونم، به خاطر قوانین نوادا شاید لوس‌تره، آسون‌تره، یا شاید اینکه دیگه یه جایی برن هیچ کی دستشون بهشون نرسه. که از رینو مثلا چقدر 2 ساعت یه جاده محلی رو میری، یه جاده‌ای که قشنگ فقط یه لین میره یه لین میاد، یه جاده خیلی محلیه. و از اونجا یه فرعی رو میرن که بلک راک سیدی، یه پلادویی که خاکش هم خاک بیسیکه، خاک قلیاییه، و به خاطر هیچ موجود زنده‌ای اونجا نیست، اصلا حشره و اینا هم نیستش. البته تو زمستون هم مثل که بارون میاد تبدیل به لیک میشه بعضی وقتا، چندین سال بود که نشده بود و حالا یه شرایطی داره. خیلی خیلی ها میرن، فقط برنینگ من نیست، من امسا فهمیدم که میرن اونجا تست موتور سواری میکنن، اینا که موتورای تون، یا میرن راکت میندازن بالا آدم ها، بی المه زمین عمومی همه میتونن برن. خلاصه میرن اونجا بود دیگه، هی شروع میکنن 2000-3000 نفر، چند هزار نفر اینا زیاد میشن. تا من 2019 که بودم یادمه که اضافی بلیت فروخته بودن، اشتباهی پورتالشون چی شده بود، 86000 نفر بودن، که یادمه خیلی جالب بود. اصلا یه رینگایی بود که دیگه من هیچ وقت ندیدم، یعنی مثلا اون اوتر رینگ جی او کی آی که میرسه دیگه اصلا هیچی نیست، ولی من میرفتم مثلا یه جاهایی کم زده بودن که دیگه هیچ وقت من ندیدم. و بعدش لیمیت دیگه اش که کووید شد و الان دیگه همون 70-80 هزار نفره. چقدر که 70 هزار نفر، 60 هزار نفر، هیچ وقت نمیفهمن. خلاصه اینا کلا فلسفه‌اش، یعنی بخوام مثلا بگم فلسفه‌اش مثلا اونجوری که من برداشت میکردم، یعنی یه جایی که آدما بتونن بیان کاملا لخت باشن، هم از لحاظ فیزیکی، هم از لحاظ منتالی، هم از لحاظ عاطفی، اسپریچولی، حالا هر چیزی، توی روابط و برخوردشون با هم دیگه چیزی به اسم پول یا میدونی وجود نداشته باشه، بشه حالت بارتر و مثلا مبادله کالا به کالا. حالا درسته بر پایه یه سری قهوه و یخ و این چیزا میفروشن، نمیدونم هنوز هستش این داستان یا نه. قهوه دیگه نمیفروشن، فقط یخ میفروشن، اونم به خاطر اینکه خب آدما غذاشون رو برای اینکه نگه دارن، همه که جنراتور ندارن یخچال و فریزر داشته باشن، فقط یخ میفروشن. ولی من چه سعی میکنم یخ کلوف درست میکنم که بمونه تا چندین روز. و من 2 سال گذشتم سولو کمپر رفتم، امسال دوباره ولی با یه کمپی رفتم، چون 2 سال گذشته دوباره گذشته همش لحظه آخر بلیط اومد و بودو بودو جمع کردیم رفتیم، هیچ کمپی هم پیدا نکردیم. که ولی این بار دیگه گفتم اصلا اینجوری نمیشه، بذار یکم مرتب منظم تر باشه. حالا داستانش این که چیه نمیدونم. من یه خلاصه کلی بگم، آره میگن که بیایید همه با هم، از اون لت گو آف بود که من اونو دیر فهمیدم اصلا. ولی داستان اینه که میگم بیاین یه شهری درست بکنیم، همه با هم به طور برابر در اون همکاری بکنیم، زندگی بکنیم فلان اینا، ولی it's a lie, it's a bullshit، برای اینکه وجود نداره. آره منم می‌خواستم حالا بعدا جلوتر در مورد این حرف بزنم که این برابری و این یه یعنی اون دیگه obviously it's not equal. چجوری میتونی توی جامعه کپیتالیستی آمریکا که یه گروهی نمیتونن سالی مثلا یه هفته مرخصی پشت سر هم بگیرن، چجوری میخوان 2 هفته بیان اونجا؟ قبلش باید آماده بکنی، اونجا هم که یه هفته بیشتر شد 8-9 روز، بعدش هم که میای من الان 3 روز همجا نشستم تو خونه دارم تماشا میکنم و لذت میبرم. باشم خیلی گرونترم شده، هر کسی نمیتونه افورد کنه بالاخره خرج مرجو. در مورد اونش مطمئن نیستم، برای اینکه بالاخره وگاس رفتنم آدما میرن یه شب $1000 خرج میکنن. اگه بخوام در مورد اون بگم، بلیتش $650 بود رفت و برگشت، ما که یه ون گرفتیم 3 نفر بودیم با رنتال ماشین و بنزین، اونم شد 650 اینا، کمفیمون هم $600 دیگه. منم خیلی چیزی هیچ وقت، خب $2000 مثلا خرج شد، مثلا با $2000 برای 9 روز توی آمریکا خیلی چیز کمیه فکر میکنم، یعنی کروز اگه بخوای بری. آره آره دیگه تقریبا، ولی بازم میگم خیلی چیز خیلی کمه، چیزم نیست. بالاخره با کسی که مثلا مینیمم ویج کار معمولی هم داره بالاخره یه ذره سخته شد.
به نظر من در آمریکا مشکل زمانه تا اینکه پول باشه، برای اینکه اروپایی‌ها دیدی وقتی تو توی کریسمس یا نیو ایر میری بیرون همینجوری برای خودشون دارن میچرخن بدون بلیت برگشتشون، ولی آمریکایی‌ها دو هفته ما می‌خواستیم بریم میگفتن مثلا واو سچ ا لاکچری تریپ، بعد اروپایی‌ها میگن اونلی 2 ویکس. یعنی بیشتر اون زمان است که آمریکایی‌ها ندارن و اون هم خب بخشی از رفاه دیگه، اینی که تو زمان نداری بنده خدایی که کاری داره میکنه. و من اینو پذیرفتم از همون اولش هم پذیرفتم، با خودم هیچ وقت درگیری در مورد این قضیه نداشتم، نه در مورد یه جامعه ایکوال صحبت نمی‌کنیم، به خاطر اینکه به لحاظ نژادی هم خیلی سفیده آمریکا، 14% سیاه‌پوستن، یعنی تو با استی پروپورشنالی هم اونجا 10,000 تا سیاه‌پوست از هر چه می‌دونم 7-8 نفر یه دونه سیاه‌پوست باید ببینی که نمی‌بینی، شاید 100 یا حتی هیسپانیک، اونم 10% گنده‌تر هیسپانیک هم خیلی اکچولی مثلا هیسپانیک می‌بینی که از مکزیکو اومدن یا از کشورهای لاتین. آره اتفاقا دو تا دوستای من از مکزیکو اومده بودن امسال. هیسپانیک آمریکایی نمی‌بینی خیلی، ایژن هم خیلی خیلی وایته و البته امسال ایرانی خیلی زیاد بود. اینم خیلی تا نکته جالبیه که من اینو دوستم در موردش بیشتر صحبت کنیم. دو موضوعی که من چون یه نظر شخصی که دارم که این که چرا انقدر جذاب برنینگ من برای یه قشر خاصی از آدما و چرا برای ایرانی‌ها، تو چون تو حرفای خیلی جالبی زدی قبل از اینکه بزنیم ریکورد در مورد این موضوع که ما شبیه اینم داریم، خیلی دوست دارم که در مورد بیشتر صحبت کنیم که این حس و حال من فکر می‌کنم تو فرهنگ ما کامیونیتی، بخصوص فرهنگ شرقی اینجوری بگم بهتره، حس کامیونیتی و خانواده ولی و نگو شرقی بعدم بهت میگم چرا، بگو حالا اوکی و ژاپن هم شرقیه اونا، ولی ما کامیونیتی اونا حس کامیونیتی ندارن اصلا، نه اصلا یه چیز دیگه. آره نه من خیلی خیلی مطلع نیستم. آره نه ولی احساس میکنم که حالا بگیم یه جایی که خیلی بر اساس قواعد و عقاید خیلی تک‌گرایی هایپر اندیویجوال غربی که آقا زندگی اینه خودتی و خودت و از این 18 سالگی پای خودتی و فلان اینا، من فکر میکنم توی یه جایی مثل برنینگ من که بالاخره یه سری مرزهایی که برای آدم باز میشه که قبلا فکر میکرد که اصلا امکانش وجود نداشت، که البته دنیای امروز خیلی عادی سازی تر شده تو دنیای توی چند سال اخیر، خیلی چیزا یعنی توی این 10 سال 15 سال اخیر خیلی فکر میکنم پیشرفت زیادی بوده توی این فرهنگ، ولی از کسی که آزادیشو دارن. آره و... آدم های برنینگ من خیلی هاشون کار ندارن، درست including myself، خیلی هاشون پسیو اینکام دارن، یعنی درآمدی دارن که لازم نیست براش کار بکنن، نگران معیشتشون نیستن. من همه اینا رو اولش میخوام بگم، اصلا در مورد یک جامعه روحانی معنوی دنبال برابری این نیست، اینا آدمایی هستند که شاید مثل راجنیشی یا مثلا اینا رو اصلا رد کردن، از اون مراحل رد شده، به خاطر اینکه تو نمیتونی بری اونجا بعد بودی بگی او فردا باید برم سر کار، باید این آزادی رو به قول دختر سردار سلیمانی لاکچری اینو داشته باشی. یعنی اون چیزی که اون صحبت میکنه لاکچری نیست، اون سوپرمسیه، یعنی اون شیعه سوپرمسی رو داره میگه، ابله میگه لاکچری. این هم شاید سوپرمیسی هم ببخشید البته شاید به هر حال این هست، آدم هایی میرن که هم زمان تو آمریکا خیلی مهمه، برای یه اروپایی اصلا شاید این قابل فهم نباشه که 3 هفته کار نکنی 2 هفته کار نکنی. من متوجه شدم که برنرها خیلی وقت زیاد دارن، حالا یا نومدن اونجوریش هم دیدم to be honest، یا اینکه خیلی هم وضعشون خوبه و لازم نیست که کار بکنن یا نگرانی ندارن از این قضیه. آره ولی من واقعا اصلا اینو بهش برسم قبل از اینکه سوال آموزی بپرسم که این یه کور فلسفه قضیه به نظر من این بود که آدم بره یه جایی که بتونه لت گو کنه، رها بشه و احساس متعلق بودن به چیزی بزرگتر از خودش پوش کنه. یعنی فکرم پایه داستان اول اینجوری بود، یه همچین فکری بود، یعنی فکر میکنم یه ذره داودی که بعدن شاید تو پروسه کامرشالایز شدنش و بیشتر بچه پول دارا رفتن و پارتی های اکسکلوسیف تر شدن، به جای اینکه اینکلوسیف باشه یعنی بر اساس این فلسفه باشه اکسکلوسیف تر شد. خیلی من خوب میشستم همینجوری همیشه هم داستان پارتی های حتی خیلی وی آی پی که اون تو هم هست که رفتن توشون خیلی سخته و باید کانکشن داشته باشی یا پول داشته باشی. یه قسمت فنس داره، نمیدونم 2007 نه فنس اصلا من نایدم تو آره فنس عمرم نایدم اونجا. ببین میشه بین 2 و 4 فکر میکنم، 2, 4 یا 3 و 4 توی مثلا F و E D اون برا که فنسه، اصلا با 2 چرخه میری و رو فنس ها مثل دیوار برلین آدم ها اومدن گرافیتی میکشن و آنچه تو فرس میگیسن. آره آره
خب مثلا احتمالا ایلان ماسک بود دیگه، امسال بود پریس هیلتون اومده بود، نمیدونم اون کمدیانه کی بود، کریس چی، یا احتمالا شاید اینا اونجا باید میسن. من نمیتونم قضاوت بکنم به خاطر اینکه میدونی تو آمریکا آدم کسخل زیاده که مثلا میخواد بره ایلان ماسک رو بکشه که معروف شه. خب کسی نمیخواد، من احتمال که یکی بخواد بیاد منو تو حالا شروع شاید، ولی یکی بخواد بیاد منو بکشه احتمالش خیلی کمه، ولی شاید خیلی ها بخوام برن ایلان ماسک رو بکشن. منم شاید جای اون بودم میرفتم یه جای فن، نمیتونم قضاوتش کنم، چیزی نمیگم. ولی از نظر اقتصادی، از نظر زمانی، اصلا این برنامه خیلی برابری مخصوصا در جامعه آمریکا نیست. شاید اگه در کشور اروپایی بود حداقل پولش رو جمع میکرد میومد، پولش هم جمع بکنه زمانش رو نمیتونه تو آمریکا به راحتی جمع بکنه. کسی که بچه داره اصلا میدونی دیگه، خانواده هایی تو آمریکا هستن که متاسفانه هستن. یه فستیوال هست تو اروپا اسمه گاربیج، من نرفتم تا حالا، اونو شنیدم. آها. من نمیدونم حالا در این مثل برنینگ من اینه، ولی بچه هم یه سری میگفتن اون تو اروپا یه چیزی نیمچه معادل مثلا برنینگ منه، به من نرفتم کنم تو حالا. من بسش نه فستیوال رفتم نه هیچ کلاب و دیسکو و اینا، هیچ مثلا نمیرم بخاطر اینکه خسته میشم. من خیلی نمیتونم سرپا وایسم، مثلا 40 دقیقه یه ساعت وایسم میخوام استراحت کنم، و برنینگ من خیلی اینو راحت به من میده. یعنی در اصل یه سال یه بار میری اونجا خودتو تخلیه میکنی بعد دوباره ادامه میدی به داستان، یا نه تخلیه. من اصلا نیازی به تخلیه ندارم، میرم که توی کبیر مثلا لذت ببرم. میخوای تجربه خودمو بگم؟ آره 100%. آره چون فلسفهش خیلی پیچیده، من نمیدونم، من خیلی مطالعه نکردم راستش، یکم الان ویکی‌پدیا نمیکردم فقط بتونم به سال شروعشو بگم که فکر کنم میشه 37 سال، 32 سالش اونجا کرد. ببین اولش که مثلا اولش که 13 بیلیون سال پیش بود، بعدش 2014 بود فکر میکنم، 2013 یا 14 بود، ما توی ونی نشسته بودیم داشتیم میرفتیم سکویا کمپینگ، ایرانی بودیم همکار و دوست داریم. بعد یهو اینا شروع کردن بحثای همین سپریچوال و نمیدونم معنوی و اینا کردن، تهی و طریق و نمیدونم چی چی از این کلمات هستن، نمیدونم چی. من از این چیزا خوشم میگفتم چرت و پرت چیه، داشتم اون پشت میخوابیدم، یهو یکیشون گفت آره توی دایره وایساده بودیم، یهو همه گفتن هام، من افتادم رو زمین، روحم از بدنم بلند شد، بعد روحم اینجوری داشت به من نگاه میکرد، بعد اون اومد به من دستشو گذاشت رو پیشونیم و یهو روحم برگشت به بدنم. من بلند شدم گفتم هولی فاک چی داری میگی جو، که مثلا راست میگی، کجا بود؟ گفت همه اینجا این بالا شمال نوادا. گفتم چی بود، کی بودن اینا؟ بعد گفتش که برنینگ من بود و فلان. من فکر کردم یه کمپ مثلا چیزه، یه کمپ گراوند توی صحرا. من کمپ خیلی کمپینگ دوست دارم و دزرت کمپینگ هم خیلی بیشتر دوست دارم، مثلا جا شوتری میریم، انزبروگو میریم، یه دونه ردا کمپینگ بالا هستش که خیلی دوست دارم. دوست دارم توی جایی که تو جنگل رو دوست ندارم، بیشتر توی کنار ساحل یا توی که هورایزن باشه مثلا فلت بتونی همه رو آسمون رو ببینی. فکر کردم یه جاییه که همه میرن دور هم، دور آتیش میشینن، ساز میزنن، مدیتیت میکنن، یوگا میکنن، هر چی، و آسمون رو نگاه میکنن. اصلا هیچ چیز دیگه ای نمیدونستم. تا سال یکم آب بخورم. تا سال 2017 چند تا از دوستان من نیویورک گفتن که ما داریم امسال میریم و بریم و حتما، و یه نفرم از تو اون ونه کذایی بود و خلاصه اومد شرکت، همه با هم لاگین کردیم و من رد کردم این پسش رو که بتونم بخرم بلیط رو، مثلا از چند تا ماه قبل شروع میکنم فروش رو دیگه. خلاصه گفتیم ای بل خریدیم و که یک اون نتونست بخره، همونی که تو اون ونه بود، و من گفتم اوکی من دو تا بلیط میتونی بگیری یه پارکینگ پس، گفتم اوکی یکیش برای من یکیش هم میدم به تو. خلاصه یهو یه دوست دیگه هم اونم گرفته بود و اینا، نه یه خرطو خری شد دیگه. من بلیطم گفتم اوکی بلیطم آماده است و منم که لوازم کمپینگ دارم، چادر دارم، و هی رفتم یکم آنلاین خوندم گفتش که باید این کارو بکنی اون کارو بکنی اینا. بعد این دوستم گفت خب آماده ای دیگه، نزدیک شده بود بهش، گفتم آره. گفت چجوری میای؟ گفتم با ماشین خودم. گفت چی میگی، چرا چرت و پرت میگی؟ گفتم آره من کمپینگ رفتم، اینجا چادر دارم، کیسه خواب دارم، همه چی خیلی خوبه اینا. گفت نه بابا اونجا طوفان میاد بلندت میکنه میبرتت، مثلا همون باید درست بکنی. گفتم من با مثلا دستمال وایپ میکنم خود بدنمو. گفت نه نمیدونم چی چی آب. خلاصه این منو قانع کرد با یه دوستش صحبت که یه کمپ ایرانی ها، با یه کمپ گروه ایرانی بودن از اله که بیشترشون یه مقدار سنشون بیشتر بود، نمیدونم میشناسیشون یا نه، و از غذا اونا یه راننده لازم داشتن که براشون یه دونه RV بیاره بالا دیگه. با من یه مصاحبه کردن و اصلا من نفهمیدم اینو این مصاحبه و اینا چیه، چه مصاحبه چیه، داره میریم کمپینگ چی میگن اینا.
گفتم آره من رو از خودم هم هست رانندگی چه خوب، پس دیگه رفت چیز رفت آمدم هم درست شد و با اینا میرم. و من با یه پسر دختر اونم استاتاقا هیسپانیک بودم با این گروه بودن که با اینا رفتم، رفتیم و رسیدیم، ولی من آنلاین خوندم و یه مقدار تو وبسایتش رفتم ویدیوهاش رو نگاه کردم. یه چیزای آموزشی بود ولی آموزشیاش خیلی چیزای ساده توتوریال بود که مثلا باید شید بیاری، باید گری وادر تو میدونی که اونجا خب رنجر ها مرتب هستن چون اونجا فدرال لنده، برای اون استیت هم که نیست، فدرال لند بی المه، حتی فدرال شریف میاد اون تو، هیچی نباید بریزی اونجا، مثلا مسواک میزنی نباید، و آبو میتونی بریزی، ترجیحاً هم نمیریزن تا روز آخر، ولی گری وادر رو نمیریزی. گری وادر میدونی چیه دیگه، گری وادر آب که توش چیز غذایی هست، مثلا شستی یا مثلا صبح مسواک اینا، و بلک وادر هم که دستشویی که هیچی. تنها چیزی که اونجا میدن پرداپادی هست، پرداپادی هست، جاده کشی ها شده دیگه، سکیوریتی مثلا هست و یخ. ما بقیه دیگه همه میارن با خودشون و هیچ ترانزکشن مالی هم نیست، همونطور که گفتی درسته، یعنی تو همه چیز با خود میاری، اگر کسی ازت خواست بهش میدی، اگر تو از کسی خواستی ازش میگیری، ولی هیچ نقل و انتقال مالی انجام نمیشه، تنها برای اون یخ که قبلا به خودت کافی هم بود، نمیدونم چرا بود، بر اونا دو تا یا سه تا مرکز بود که اونا پول میگرفتن اینا رو میدادن. واسه رفتیم و منم خلاصه چادر و سایبون و اینامو گرفتم و دیگه آماده با کمل بک و اینا. یه چیز خیلی جالبش سلف ریلاینس دیگه، که تو باید مثلا سلف ریلاینس باشی، خودتکا باشی، چون تو اون شرایط سختی که میخوای یه شهری رو درست بکنی و 10 روز در این شهر زندگی بکنی، تو باید همیشه آب خودتو، غذای خودتو، گرمایش و سرمایش و همه چیز خودتو داشته باشی که خودتو و حتی دیگرانو به مثلا دشواری و سختی نندازی، و اگر که تونستی به دیگران هم کمک کنی، اگر نتونستی هم که کمک بگیری. خب اون سال اوله برای من یه کمپ بود هنوز توی کویر، خیلی جالب بود. صبحش پا شدم، بعد یکم رفتم با دوچرخه گشتم، همینجوری میرفتم توی دیپلایا. ببین یه پنج‌ضلعیه، بعد یه دونه کل محوطه پنج‌ضلعیه فنسه، و من همون روز اول با دوچرخه رفتم رسیدم تا ته فنس، و این برام جالب بود که اوکی وی آر این ا فنس اریا، پس هیچ کس گم نمیشه، هیچ کس اینجا مثلا نمیمیره، میدونی چی میگم، یه محوطه بسته است، تو گم نمیشی، رسیدی به فنس، بالاخره فنس رو میگیری میرسی به یه جای، پس ما در یه محیط بسته، یه بازیه، it's a playground. بعد خود شهرم که یه نیم دایره است، یه قسمت این پنج‌ضلعیه، و آدم ها شروع میکنن، اینا همه آدرس دارن این جمعیت، شاید بیشترشون با کمپ میان و بلیط ها با کمپ داده میشه، یه سری بلیط سولو فروخته میشه، و اونا تو شعاعی بیرونی این دایره A, B, C, D, E, F, G, H, I, J، نمیدونم اصلا دیگه به J میرسه یا نه، مثلا تو اون حدود ها میان. من اکثرا تو H بودم، یه بارم تو F بودم، خیلی جلو نبودم، خیلی عقب هم. و برای همجور میرفتم اینا رو، چقدر جالب، چه مثلا آرت ورک های با مزه، مثلا یه خونه میرفتم اونجا استراحت میکردم، با آدم ها حرف میزدم، بعد میدیدم خب مثلا پارتی هم هست، ولی پارتی خیلی چیل بود دیگه، مثلا یه عده استیج کوچیکیه، یعنی هیچ وقت مثلا مثل کوچلا نیست، جمعیت بزرگی نیست جلوی اینا. و گذشت و خلاصه اون دوستای نیویورک هم اومدن و اونجا منو پیدا کردن، و تو سیگنالت هم از دست میدی دیگه، اول داری سیگنال، وقتی جمعیت زیاد میشه میدونی که AT&T تازه با خودش تاور میبره، تازه سیگناله هم زمان شما چند نبود. برای من سواله، چون ما زمان ما اصلا اینترنتی نبود، الان هر کی داره استوری میذاره و فلان و اینا، یعنی صبح و شب اصلا تو میتونی کل برنینگ من رو میتونی لایو نگاه کنی الان دیگه قشنگ، یعنی همه مردم دیگه لایو میگیرن و فلان و اینا. پزشکا که سیگنال دارن، ولی دوستو پزشک من مثلا گفت مثلا روشن نکردم، میخوام شیو تکس چی بگیرم من که کاری ندارم، اینجا اصلا برنمیاد. استارلینک خب خیلی ها دارن که اونم چیز جدیدیه، ولی به هر حال برای ایمرجنسی هم دارن. من از امسال که این قضیه بارون شده بود، یهو دیدم دوستان بهم زنگ میزنن و من رو پلی مودم، یعنی وای فای هم روشن بود، من نمیدونم چه جوری بهم زنگ میزدن، و فکر کنم حالت ایمرجنسی کاندیشنی به همه دارن سیگنال میدن. بگذاریم، در کل تو نداری سیگنال، حتی اونایی هم که استارلینک دارن وقتی میرن بیرون که استارلینکشون رو با خودشون نمیبرن، که اون استارلینک توی ماشینشون کار میکنه دیگه، وقتی با دو شرخشون راه میافتن میرن دیگه میرن. و
تو یه قانون پیدا کردن دوستا و مکالمه با دوستا اصلا فرق میکنه. مثلا آدما وایت بورد میذارن دم تختشون که آدما میان براشون پیام می نویسن من اومدم نبودی فلان من اونجا مینا، یا مثلا یه قرارایی تو روز میذارن ساعت فلان اونجا، اگرم گم کردین خودتو با ساعت فلان برسون اونجا. مثلا من یه سیستمی اختراع کردم، دو شق سوار میکردیم، یه دونه کلمه بود که من بلند داد میزنم و بقیه هم تو اکیپ داد میزدن به هم دیگه کمر دین ببینیم کدوم جهت میریم. یکی از فنای ما این بود که همدیگه رو گم نکنه. آه خب بازم گم میکنی. آره گم که میشدیم، ولی تا اونجا که هنوز خیلی چت نبودیم مثلا اینجوری سعی میکردیم مسیر هستیم و یه موقع میگم اینجوری سعی میکردیم همدیگر رو یه جوری حداقل پیدا کرد. بعضی وقتا وسط یه جا بودم یهو داد میزدم اون کلمه رو، اگه یکی جواب میداد میزدم یکی از بچه های اکیپ اونجاست. یه شب این دوستام مثلا ساعت 12 اینا بود و حالا به طور اتفاقی این شبایی که من میرفتم بیرون دیدم که خود به خود نمیدونم چی شد، خیلی جالبه انرژی پیدا کردم و تا صبح بیدار موندم. همینجور اصلا ساعت رو نگاه نکردم، یهو دیدم ساعت 3:04 بعد سردم شده بود، یه بر یه آتیش خوبی بود، رفتم دور آتیش رو، یه سری تخت سنگ بزرگ، خب برای من که خیلی جذاب بود به لحاظ مثلا استراکچورالی اصلا چجوری این تخت سنگای به این بزرگو. چیزیش هم که برای من به عنوان معمار جالبه اینه که مثلا بیلدینگ اند سیفتی کد نداره اونجا، تنها جایی تو آمریکا که یه اینستالیشنای میذاره که اصلا هیچی سیفتی، یعنی آمریکا خیلی سخته که تو بتونی، نمیدونم چیکار میکنن، نه نرده داره نه، یعنی کاملا آدما میتونن بیافتن بمیرن، حالا دست و پا که میشکنن ولی تا حالا کسی نیافتاده بمیره، برای من خیلی عجیبه. رفتم اینجا دیدم 4 تا تخت سنگ بزرگ، خیلی بزرگ، معلق از یه اینستالیشن آویزونه، این وسطش هم اون بالا آتیشه، پایینم آتیشه، بعد آدما میپرن این تخت سنگ رو میگیرن میرن روش میشینن. و من همش میگفتم اگه این مثلا بیفته که این زیرش این 5 نفر همه له میشن زیر اون تخت سنگ، و حالا بالاخره اونا استراکچر کلکیولیشن کردن که نیفته. ولی منم رفتم دور اونا نشستم خلاصه که خودم رو گرم بکنم و دیدم چی دارن میگن و آدما چه چیزای جالبی میگن و اینا. یهو دیدم هوا داره روشن میشه، چه جالب، من انقدر همینجوری از این ور به اون ور رفتم هوا داره روشن میشه، هوا داره روشن میشه و طلوع شد و خورشید اومد و سانرایز، هم همه بیرونن وقتی هوا روشن شد. فکر کردم عجب چیز جالبیه، مثلا این افق همینجور آدما از اون تحت و جلو سایزای کوچیک تا بزرگ وای میسن و اصلا همه بیرونن، انگار که من فکر میکردم شبه همه خوابن، نگو همه بیرون بودن. ولی شو شبای اول بود خیلی شلوغ هم نبود، مثلا میدونی هرچی میگذره تو هفته بیشتر میان آدما شلوغ میشه شهر. و اون خوشم اومد، گفتم من صبحاشو خوشم اومد بیام بازم ببینم سانرایز، ما همیشه میدیم این برانور سانست ببینیم اینجا سانرایزه. یه شبی یه سری دوستان گفتم پاشیم بریم بیرون، داریم میریم فلان جا. آدم ها خیلی اصولا قرار میذارن یا اپوینتمنت دارن یا مثلا میگن فلان استیج، من اصلا نه دیجی ها رو میشناسم نه اصلا هیچ قرار و مدار و اینا نمیذارم. بعد من گفتم خیلی خستم و اینا، اینا گفتن بیا یکم مثلا مالی توی آب ریخته بودن، گفتن این مثلا انرژایزره، گفتم او مطمئنی فلان، من اصلا هیچ چیزی اصلا استفاده نمیکنم، به من الکی دراگ و اینا ندید و اینا. گفت نه این و دیگه، این دیگه خیلی دوست صمیمی بود، گفتم اوکی باشه. یه ذره دادم بهم و یکم بلند شدم و اینو دیدم خب آره مثلا مثلا ردبول دیگه، یکم انرژی گرفتم خب بریم. همین رفتن با دو چرخ اونا رو گم کردم و خلاصه، ولی رفتم این برانور باز دیدم چقدر خوب، چه حس خوبی دارم، چه انرژی خوبی، همینجوری رفتم توی تمپل، رفتم اصلا یعنی واقعا مثل گاب توی تمپل با آدم ها حرف میزن، اصلا نمیدونستم این چی هست تمپل، این چیه، من چیه مثلا اینا، تا یواش یواش بعدها ظرف این چند سال فهمیدم. و رفتیم جلوی مایان واریر، یهو مثلا این دوستم منو پیدا کرد یا من پیداش کردم، بالای یه ماشین نشسته بود. یه سری آرتکار هستن که استیجای بزرگی هن، موزیک و نورای بزرگی دارن و معروفن و بعضی وقت از دور میتونی پیداشون بکنی، یا اسکی جول دارن که کجا میرن الان. جلوی اینا اصولا جمعیت بیشتری جمع میشه، اینا راه میافتن از شهر خارج میشن از نصف شب به ترتیب تا سانرایز ست دارن دیگه، تا طلوع خورشید که یه نقطه مثلا دیپ این پلایا دیپ میرن اونجا جمع میشه، بهش هم میگن پلایا به خاطر اینکه پلایا به اسپانیش چی میشه، ساحل فکر کنم، نمیدونم، آره آره فکر کنم ساحل میشه اسپانیش، فکر کنم ساحل میشه به خاطر اینکه اونجا دریاچه است دیگه، یعنی اون خاک واسه اینکه هیچی هم نیست، کاملا شنه، یعنی هیچ گیاهی نیست.
رفتیم خلاصه اینا رو پیدا کردم و گفتم آقا چطور شه باحالی خوبی اینا، گفتم آره فقط مثلا تشنم میشه. حالا بعدها فهمیدم که اصلا این مالی به خصوص تو تشنگی فیک بهت میده، فکر میکنی تشنه، تشنه نیستی. و یه پسره اونجا از دوستای دوستای اینا، این یه دونه بطری مثلا نوشابه بزرگ و گفت یا آب بخور آب بخور، گفتم این هیچی نیست دیگه توش مثلا، مطمئنی که؟ گفت آره نه هیچی نیست و اینا. حالا من خودمو کمر بگ داشتم، نمیدونم چرا این کار احمقانه رو کردم و بعدش هم همه اینو خوردم و این احمق نگو مثلا چند تا مالی هم توی این انداخته ما... و خیلی کار تخمیه، خیلی کار تخمیه، بیشورانه ایه. تو اصلا نه منو میشناسی، نه مثلا میدونی من هارت کاندیشن دارم، مثلا مسئله قلبی دارم، میدونی چی دارم میگم، کی هستم. مثلا اولین باره یک کسی اومدم اینجا که الکلم حتی من خیلی مصرف نمی کردم، حالا اومدم اینجا دزرت کمپینگ به قول خودم، بعد یه ها دیدم هولی فاک مثلا من گوز اصلا نمیدونم چقدر گذشت. رفتی دزرت کمپینگ تو کهکشانا؟ نراستش اصلا تو کهکشان رو نرفتم، اصلا یادم نیست، ولی خب تپش قلب زیاد و هی از ترسم هی آب میخوردم، در صورتی که حالا نبایدم این کارو میکردم. و یهو دو این دوستا یهو یکیشون گفت آه بریم سانرایز نمیدونم روباها، من گفتم چی؟ من اصلا نمیتونم تکون بخورم، چی دارید میگی؟ من همینجوری یعنی میپریدم بالا پایین میپریدم، مثلا ساعت تکون از ساعت 1 و 2 شده بود ساعت 5 صبح. بعد گفتم کجا داریم میریم؟ بعد دوستم این دختر پسر که از نیویورک اومده بودن، دختر گفت نه بی بریم من پیدا میکنم دو چرخه. گفتم نه تو رو خدا من اینجا ول نکنی، من اصلا اینجا میافتاد. وقتی هم که میری یه تعدادی هم، بعد یهو اولین بار بود من اینو فهمیدم، مثلا تو میری 100 تا دو چرخه، بعد 3 ساعت میبینی پشت سر 10,000 تا دو چرخه است، بعد دیگه تو نمیتونی دو چرخه پیدا کنی. بعد یهو گفتش که دوچرخه کجا، دستشو گرفتم گفتش که نه بیا بریم پیدا میکنیم. گفت دوچرخه کجاست؟ گفتم دم خونه پارک کردم. واقعا یه خونه بود، من جلوی یه خونه پارک کرده بودم و پیش خودم هم اتفاقا اینو بهم گفته بود یکی که جلوی چیزای ثابت پارک کن، اینا خیلی از اینا چرخ دارن راه میرن اینا، نگو اون خونه هم چرخ داشت دیرش. بعد این گفتش که داره هزیون میگه و من میگفتم نه واسه خونه بود، آقای روش نشسته بود و ستوناش سبز بود اینجوری بود و اینا. بعد هی حالا خونه ای وجود نه، خونه یه ماشین بود در واقع، زیرش چرخ بود و رفته بود. اینا میان اون دور وای میسن و البته اینا خیلی لطف دارن برای اینکه این راننده هاشون کاملا سوبرن و یه اسیستن که اگه دیگران کمک نیاز داشتن برگردوننشون شهر یا با خودشون آب میارن یا آدمو بیان استراحت بکنن توی این ماشینا و واقعا تمام شبو میان اونجا وای میسن که مثلا چه آدم لطف دارن. خلاصه یه دو انقدر من دست این دوستامو فشار دادم که دستش کبود شد بیچاره. خلاصه یه دوری گشتیم و دیگه پیدا کردیم، دو شفر پیدا کردیم، سوار شدیم. این برای من اصلا یکی از عجیبترین تجربه ها بود که با این دوچرخه داشتیم میرفتیم به سمت اون روبوهار که اکچولی جلوی همون تخت سنگایی بود که روز اول پیدا کرده بودم، چون اون خیلی کورنر اون تخته ها بود. وقتی داشتیم میرفتیم من اصلا صدای این زنجیر چرخم رو میشنیدم و میگفتم هر آن من میافتم، و خوشبختانه هوا یکم روشن شده بود، سفید دم بود، گفتم هر آن من الان مثلا میافتم و حالا اینا یا وای میسن یا اصلا نمیفهمن و میرن و همینجور هام و صدای مثلا سنگین و اصلا حال خوبی نبود. ولی رفتیم، خلاصه رفتیم و گفتم شما یه جوری این دوچرخه منو لطفا یه جوری، همش با ترس دیگه، با ترس و وحشت. اولین باری بود که اصلا من این سلف ریلاینس اصلا یادم رفت که مثلا قرار بود که تو مثلا بیای اینجا سلف ریلاینس رو تمرین بکنی، چه وضعیتیه که مثلا. و واقعا تقصیر خودم نبود، تقصیر اون آدم بیشعور بود که تو این بیدن تو گفته بودی که تجربه آیواسکام کرده بودی، درسته یا نه؟ اون پارسال بود. آره ولی بعد از این داستان بود، میخواستم قبلش نبود نه؟ نه ببین اگه تو بدونی که داری یه چیزی میخوری، من تا چند ماه بعد از اونم نفهمیدم توی اون آب این مالی ریخته بوده. من تا چند ماه بعد از اون این آدم ها توی یه جایی دیدم، توی یه پارتی دیگه توی الی دیدم، خیلی ماه بعد از اون، نه 5 ماه، نیو ایر پارتی بود اینجا، دیدی که بعدش هی میری دیکامپرشن پارتی مثلا خوشت میاد و باورت میشه تا اون موقع مثلا ازش تشکر کردم، فکر کردم اه چه کار باحالی کردی که منو مثلا پوش کردی توی این وضعیت و این موقعیت. همش تصور میکنم مثلا مثل کسی که مثلا بهش تجاوز شده باشه و فکر کنه که او
سکس همینه دیگه، و فکر کنم او سکس کردن یعنی تجاوز. مثلا منم فکر میکردم که او این چه کار باحالی کرده، مثلا منو انداخته توی این وضعیت و خیلی کار با من که این کارو بکنه واقعا کونشو پاره میکنم اصلا خیلی. خب من به عنوانی که نمیدونستم فکر کنم خیلی کار جالبی بود و یعنی تا امسال که فهمیدم چه کار احمقانه ای بود، به خاطر اینکه کار اون آدم باعث شد که تا 4-5 سال من بسیار مثلا نگاتیو و منفی، یعنی همیشه با ترس اصلا در مورد مالی. الان هم نمیخوام بگم مثلا خوبه، به هیچ کس هم هیچ توصیه‌ای نمی کنم، به هیچ کس هم هیچ چیزی نمیدم، اصلا هم نمیگم که کی چی کار بکنه. خب ولی فکر میکنم که شنا یاد گرفتن اصلا اینطوری نیست که بپری تو 4 متری، من اصلا توصیه نمی کنم. ما وقتی که رفتیم آیواسکا اتفاقا اول من تو NPR شنیده بودم 10 سال پیش، یه بار 5 سال پیش رفتیم اینکا تریل ماچو پیچو با یه کاپلی بودیم که اونا از آیواسکا برمیگشتن، بعد انقدر برام جالب بود ولی من همیشه میترسیدم برام به خاطر اینکه نمیدونستم تو چه وضعیتی دارم میرم، تا یکی از دوستامون بهمون گفتش که من هر سال میرم و یه دختری بود که اونم مشروبم نمیخورد. گفتم تو آیواسکا میری؟ گفت آره. بعد پرستارم بود. گفتم خب دیگه، خب خیلی جالبه دیگه، این که انقدر مثلا کانزرواتیو با پرستارم هست و آیواسکا میره و اینا، کجا میری؟ گفت اینجا میرم، خیلی امنن، سیف، نزدیک بوگوتا. حالا از کلمبیا می آوردن اون خانواده. گفتم باشه پس ما هم میایم دیگه با تو دیگه، چی بهتر از این، یه گروه 5 نفری بریم. و خلاصه اونا کنسل کردن، منو دوست پسرم رفتیم که حالا الان نام زدنه. بعد رفتیم ولی با یه حس مثبت رفتیم و در زمانی که خیلی حالم هم خوب بود. وایسا با دوست پسرت رفتی ولی هم نام زدین؟ یعنی خیلی باحاله، بخاطر اینکه من آدمایی که با نزدیک با هم دیگه میرن من میترسم مثلا با یه زوجم برم، منظورم اینه، یعنی خیلی ترسناکه که آدم با کسی که خیلی نزدیکه. نمیدونم، حتی دوستم داره ماه دیگه داره بازنش داره میره و چه میدونم، شاید این فقط انعکاسی از انسیکیوریتی ها و ترس ها و عقده خودم باشه که میترسم با یه آدم چیزی برم، ولی برام جالبه که اون اعتماد به هم کردیم با هم دیگه با اون عشق و انرژی. خیلی باحاله، یعنی منظور من اینه. آره بذار ببینم، 5-3 یادم نیست قبلش بود یا بعدش بود، فکر کنم بعدش بود، بعد از اینکه اصلا نامزد کرده بودیم. ولی با یه اطمینان خاطر خیلی خوب در شرایطی که زندگیم بسیار خوب بود، خیلی خوشحال بودم. من فقط آدم کنجکاوی ام، آدم فضولی ام، دوست دارم برم همه جا سرک بکشم ولی اصلا دوست ندارم خودم و دیگران رو به زحمت بندازم اصلا. و شاید اینه برنینگ منو خیلی دوست دارم و به هم هم خوش میگذره، برای اینکه حالا یه ترسی هم بهت میده دیگه، همیشه دوست داری بگی تا کجا برم ولی هی میخوای خودتو کنترل هم بکنی، ولی اشکال نداره، عجله ای نیستش که آدم هر سال که میره یواش یواش اینو یاد میگیره دیگه. یعنی حالا مثلا زندگی خیلی طولانیه، لزومی نداره آدم هی خودشو یهو بندازه توی جایی. و در واقع 5 نفر قرار بود بریم که اصلا 3 تاشون کنسل کردن یه هول لحظه آخر رو، و ما هم رو حساب رو درواسی که این مثلا چقدر این دختر مهربونی بود و گفت بیاید بگو تا خونه من بمونید و بعد میریم باغ مامان. اما گفتم بابا زشته دیگه، با بریم، منم اصلا کلمبیا رفته بودم، گفتم حالا بریم، میریم فوقش میریم کلمبیا دیگه، میریم بوگوتا رو میبینیم، کارتانیا میریم، ولی سفری دیگه رفتیم. و نه اون که خیلی خیلی فوق العاده زیبا و قشنگ بود، برای من اصلا ترسناک هر دو تامون. حالا من آدم تنبل تری ام، همش خیلی دراز کشیده بودم، خوابیده بودم، ولی اون بیشتر هی پا میشد راه میرفت. ولی متوجه شدم خب اکثر آدما حالشون بد بود به خاطر که مثلا وقتی حالشون بده میان، وقتی تو کلا حالت بده من نمیدونم چرا میری همچین جا. من اتفاقا آخرین بار که اونجا بودم، من آخرین باری که آیواسکا بودم همین اوایل امسال بود تو پرو، بغل دستیم که الان شکر دوستا یه جوری همکارم شده برام، خیلی تصادفی اون الان برام اصلا میره تبلیغات پادکست پیدا میکنه تو این داستان مارکتینگ و ادورتیزینگ پادکست، و اتون خیلی هم کمکم کرده، برام بیتر هلپ رو گرفته و نمیدونم یه سری چیزای دیگه. انیویز این بغل دست من، این پسر اتریشی خیلی باحال و آدم حیاتی و خوش هیکل و خوش قیافه و همه زندگیش یعنی چی عالی بود، درآمدش خوب، یعنی به این بغل دست من بود دایوس فقط داشت میخندید کل وقت، یعنی همش تو حال هوای خوش خودش بود. گفتم I want whatever he's having because I'm in a fucking hellhole. من داشتم سکته میگم، حالا نم اپیزود آیواسکا ما گوش دادی جایی تره رو یا نه، ولی گوش کردم ولی این پسره رو گوش نکردم.
ولی آره یه دنیای خیلی عجیب غریبی بود این سری. و آخرین فکری که کردم این بود که آقا من واقعا دوستم یه بار بیام آیواسکا بزنم وقتی که تو اوج خوشحالی زندگی من، یعنی هیچ دغدغه‌ای ندارم، هیچ مشکلی ندارم. و همیشه مشکل خب برای هستش کم بیشتر، منظورم که این تا حدودی یه ابر خاکستری افسردگی سویسایدال مریضی بالا سرم نباشه، یه جوری بتونم برم خیلی حالت رها و خوشحال، چون فکر کنم کاملا تجربه متفاوتی باشه. چون همونجوری که تو گفتی درسته، بیشتر وقتا آدما میرن موقعی که واقعا مشکلی دارن، همونجوری که من نمیدونم ایبوگا زدی یا نه، ایبوگا از آیواسکام سخت‌تره. اونم من رفتم تجربه کردم، اونم کونم پاره شد، اینقدر سخت بود. و تنها چیزی که تو کره زمین واقعا میترسم دوباره تجربه کنم، ولی یه بار قبل از مرگم اونم میرم دوباره تجربه کنم. آها چه خوب، پس بعدم بگیرم ازت چون من فعلا فکر میکنم I'm in a good state to go و الان فعلا خوبم، میتونم همه اینا رو امتحان بکنم. تو همه عمرت ببینم آمریکا بودی یا کجا بزرگ شدی؟ تهران و بعدش برای دانشگاه رفتم بابل سر، بعدش هم برگشتم تهران، 2 سال تهران بودم. بعد 2011 بعد از اون جنبش سبز و اینا اومدم LA، بدونی که اومدم برای مسئله تو UCLA. مثلا من فکر می‌کردم LA یه شهریه مثل نیویورک، برای اینکه همیشه تو فیلم‌ها دانتان LA نشون میدن. وقتی رسیدم اینجا UCLA هی نگاه می‌کنم مثلا من درست اومدم، این که خیلی شبیه واو و نمی‌دونم ساحل چون فکر می‌کردم سانتا مونیکا از ا دیفرنت سیتی، LA از دیر، سانتا مونیکا از هیر، بات دیر آل پارت اف LA کانتی. LA یه خیلی متفاوته دیگه، یه جورایی چون نه ساتلایت سیتیه، بخیر تو شهری تی ولی تو همه هستی، خیلی جدا از هم نیست بهش اونطور، حتی مثل بروکلین و منهتن جداترن. اینجا دیگه همش یه تیکه از همش ساخته شده بینش و دیگه خیلی خوب بود دیگه. گفتم what's better than this، I love sun, beach, hiking, everything I get here. آره من عاشق LA هم، خیلی بعدشون میاد ولی من واقعا برام دارم موف میکنم اونجا بذاری خودم. میدونم خیلی سختی و مشکل خودشو داره ولی واقعا ادونچر و عشق حالایی که میکنم وقتی که تو الی ام واقعا کمتر. مثلا نیویورک هم 7 8 سال زندگی کردم، اونجا خیلی حال میکنم ولی الان بیشتر اهل وست کوست. من فکر میکنم که به طور خانوادگی از سمت پدرم فکر میکنم که دیپرشن داریم، چون دیپرشن یه چیز ژنتیکیه. من اونجا مطالعه نکردم، اونجا دوره دارم میگم همینجوری چرت و پرت میگم برام خودم. به از حال حرفی که تا حالا من زدی و از اصلا کلا شوق و اصلا داستان تو دیپرشن تو نمیبینم، ولی شاید خوب قایمش میکنه. نه به خاطر اینکه نه اتفاقا یه بارم یکی از دوستان بهم گفتش که یه پسر ایرانی بود او خیلی سال پیش، اشون گفتش که او من فکر می‌کنم تو داری غما و چجوری یه پسر گیه ایرانی انقدر شاد و مثلا خوشحالی. من مثلا گفتم مثلا چه بولشت، چه آدم بیشوریه، مثلا این چه حرفیه یکی میره به یه نفر بزنه؟ خب اصلا نظر نده. و بعدش توی بابل سر خیلی من تجربه افسردگی، یعنی حالت سوسایدال و چیز داشتم و حتی مثلا یه جایی دو بار تو زندگیم از دارو هم استفاده کردم. بعدها فکر میکنم شاید به خاطر ابری بودن بیش از حد اونجا بود. میدونم که شرایط زندگیم خوب نبود ولی شاید ابری بودن، فقط به خاطر ابری بودنه. نه نمیگم فقط به خاطر ابری بودنش بود. خیلی بود. برای من خیلی بامزه است که یعنی فوکست رفتش روی اون و نه چیز دیگه. نه I'm right. برای اینکه من دوباره تو چند سالت الان؟ حدس میزنی چند سالم؟ 38. توی اینستاگرام خوندی؟ نه مثلا تو اصلا نگاه نکردم اصلا بابارو. آخه دقیق گفتی آره 85 38. من هیچ وقت درست نفهمیدم چند سالمه، بخاطر یه توی ایران سالی که توش بودیم رو میگفتن، اینجا سالی که تموم میکنی رو میگن. آره ولی پس آره؟ یعنی تو سختی من نمیدونم بابا ایرانی ها عجیب غریبه توی سیستمشون وارد چشون، ولی مخواه بگم بابا سر بعد تو مخواه بگم که اصلا مهاجرتت با آمریکا مثلا کنکشن داشتی، لاتری بردی، همیشه جز آرمان ها و آرزوات بود یا نبود؟ یعنی مخواه بگم که اونجا که بودی خب به خاطر شرایط بودن بالاخره میگم پسر گی تو ایران هیچ وقت محدودیتی که حس میکردی؟ من اون موقع اصلا سکسولی اکتیو نبودم. نبودی؟ من اصلا نه بابل سر که نبودم، ولی همیشه فکر میکردم که خب یه چیز یه فکر اشتباهیه که مثلا تو ممکنه فکر اشتباهی داشته باشی که بخوای یکی رو بکشی. خب فکر میکردم این فکری که من دارم در اون حد اشتباهه.
خب یعنی من مثلا یه آدم سوسیوپادم که مثلا فکر میکنم میخوام این کارو بکنم. یعنی دوست دختر داشتی مثلا بزور یا فکر میکردی باید داشته باشی؟ آخرای بابل سر و وقتی که توی تهران حتی آمریکا هم اومدم. آره وقتی که آمریکا هم اومدم آره. اون لحظه که دیگه راحت شدی و همه چیزو پرده رو کشیدی و اینا، اون لحظه رو یادته یا نه که دیگه؟ آره اکچولی تو تعریف میکنی برام؟ نه یادم نبود ولی تو یادم آوردی. آره خیلی خیلی راست میگی. اون چه جالب، اونم یکی از اولین مثلا سکشوال اکسپریانس هم داری میپرسی؟ آره اون برای که واقعا اولین اورگازم واقعی، لذتی که تمام زندگی دنبالش بودی و درک کردی و فهمیدی آقا من اینم و کون لق بقیه دنیا. This is what I want to be and how I want to express myself. ببین من خیلی از قضاوت آدم ها نمیترسیدم. خب تو ایران، خب چرا شد تو ایران که هیچی بماند، به خاطری که اصلا از نظر اقتصادی هم چون وابسته بودم با خانواده سری حوصله به اندازه کافی تو ایران سردرد و دعوا در همه چیز لول بود. حالا دیگه اینم نمیخواستم اون تاپ افتم. و منم خاصش واقعا انقدر شلوغ بود سرم درباره کار و زبان و اپلای کردن. من یه جایی توی دانشگاه فهمیدم که آگاره گفت اصلا there is no way. دبیرستان که بودم فکر میکردم it's gonna be better after I pass this national concours. بعدش که رفتم اونجا یکم خوشحال واو I passed مثلا الان خیلی خوبم و اینا. بعد یهو دیدم که به یه جایی رسیدم گفتم نه اینم نمیشه. بعد یه جایی فهمیدم که نه دیگه I gotta go. خلاصه افتادم تو برنامه درست کردن این، دیدم که oh shit I'm just so fucking behind. اصلا نه مثلا من وقتی که شروع کردم یه کتاب انگلیسی رو خوندن فکر کن تو صفحه اول 50 تا یه کتاب ساده بود، صفحه اول 50 تا چیز کرده بودم، هایلایت کرده بودم. بعد یادمه توی دانشگاه نشسته یه دوستم، یادم از کی بود، مثلا که اولین کلمه رو زده بودم in order to، بعد گفتش که تو اینم نمیدونی. گفت تو اینم نمیدونی. بعد یه اینجوری چند کلام که دوباره گفتم بده چرا میدونی. خلاصه دیدم خیلی عقبم و راستش شدم انقدر ذهنم متمرکز اون بود. اینجوری بهت نمیگم که خیلی هم اذیت شدم، خیلی اتفاقا خاطرات خیلی خوبی هم دارم، خیلی هم حال کردم. الانم اتفاقا با خیلی از دوستام در بابلسر، دوستای نزدیک من، نمیدونم بگم یا نه، تو با حسین مصاحبه کردی، حسین عربزاده. ها آره ما اونجا اصلا هم کلاس بودیم دیگه، حالا هم خونه نبودیم ولی خیلی وقت خونه هم بودیم. چه باحال، دنیا آره. کوچیکه. الان هم تو الی هم بنده هم دیگه رو میبینیم، دوستای دیگه هم هستن که اینجا از اون موقع هستیم با هم دیگه. و خلاصه اینکه داشتم بودم، من خیلی مشغول رفتن بودم، داشتم کار میکردم، خیلی توی رشتم خیلی علاقه، همه انرژیمو فکر میکنم گذاشته بودم روی معماری و زبان و مثلا درست کردن. ببخشید یه سوال خیلی کوچولو فقط وسطش، آدم معتقد و اینام بودی یا نه؟ یعنی خودت مذهبی بودی خانم یا نه؟ تا سال دوم دانشگاه من هیچ وقت مثلا معتقد به شریعتش نبودم، ولی آخه من اصلا آدم اهل مطالعه‌ای هم نیستم. یعنی یه دونه بگی متحری و شریعتی و فلان اینا رو نخوندم، نمیخوام بگم خوبه یا بد ولی نخوندم. ولی خب میدونی مشکل ما تو ایران چی بود؟ مثلا اسپریچوالیتی داشتیم و فکر میکردیم اسپریچوالیتی goes only through religion، دیگه راه دیگه‌ای که ندیده بودیم. مثلا فکر میکردیم اگه موزیک گوش میدیم با آسمون نگاه میکنیم داریم لذت میبریم، این یعنی شیعه. چون همیشه از طریق چه میدونم عرفان و علما و اینا به ما گفته بودن، البته از طریق همون زبان خوندن به هم کمک کرد. من وقتی شروع کردم زبان خوندم مطالب خیلی زیادی در مورد اِوولوشن بود، من چون رشتم اصلا ریاضی فیزیک بود اصلا زیاد در مورد زیست و بیولوژی و جیولوژی و اینا اصلا نخونده بودم. هرچی بیشتر در مورد این خوندم و اِوولوشن خوندم و مثلا گفتم چه چیز جالبی، چی میتونه از این مثلا جذابتر و عجیب غریبتر باشه، این چرخه مثلا اِوولوشن و تغییر کردن و اتفاقات کیهانی و کهکشانی. و مثلا هی مستندهای اینا رو میدیدیم و پلنت ارث میدیدیم و همه اینا رو میدیدیم که زبان یاد بگیریم، به خاطر اینکه تو تافل بخش زیادی از تکستاش تو همه چارت اسکیلش در مورد این چیزا بود. اینا خیلی کمکم کرد. اینجا دیگه خیلی کمکم کرد. و یادمه که مثلا 21 دو سالم بود، یه جا برای خودم نوشتم. گفتم که اصلا من یه آدم خیلی مادی و غیر معنوی هستم که فقط دنبال
رفاه و احترام هستم. یادم اینو نوشتم. آره. این جواب. حداقل تکلیف خود رو روشن کرد. اینش خیلی خوبه. یعنی الان یه سوال دارم. مثلا تو مثلا اگه سایکدلیک اکسپریانس داری اینا، میخوام بدونم که تو باز مثلا به یه چیزی باور پیدا میکنی بزرگتر از خود یا نه، به عنوان یه تجربه فان؟ یا من خودم اینجوری که با همه تجربه‌ای که میکنم مثلا میگم تای تایش همینا انعکاساتی از برخوردهای مختلفی که توی زندگی خودم و تو مغز من داره همین چیزا شکل میگیره، هر چقدر عجیب غریب و نه برای من، برای من خیلی ساده است. من اولا خیلی زیاد استفاده نمیکنم سایکدلیک. من بعد از اون تجربه بعد مالی back to the sunrise set مثل شهرزاد قصه گو میمونه. برنی من هم همینه، با همینجوری از قصه میری تو قصه. آره ما که خوراک اونو تو این پادکست اصلا میریم میپریم از یه دنیا به دنیای دیگه همه. بعد مردم کامل میزنن فلان شده اون اولین داستان که داشت تعریف کرد آخرش چی میشه. آره فقط حالا امیدوارم آدم ها حسرشون سر نره، به خاطر اینکه وقت آدم ها ارزشمنده. نه با یه سی دوران ظرف میشورن الان، یه سی که داره جق میزنه، یکی داره نمیدونم کتاب میخونه، یعنی خیلی دقت نمی کنن اصلا، یعنی به حرفای من تو خیالت راحت باشه. ولی بزنید رو دور تند گوش کنید، به خاطر اینکه من همیشه رو دور تو ردی خودت خیلی تند حرف میزنید. تا داشتم به این فکر میکردم. جدی میگی؟ من برای حرفای خودم هم اگه بعضی وقتا میخوام گوش بدم رو دور تند گوش میدم. من خودم اینجوری هم، منم باید 2x گوش کنم این چیزها رو اصولا. ولی میگم اولادی تو ذره سرعت صحبت کردن زیاده، برای من اگه دوباره برم باش بشه دیگه. خب چه خوب. ببین اگه کلیت اینو بخوای در من بدونی، حالا درست و غلط چیزی که الان بهش فکر میکنم، من خیلی مثلا سایز فیس هم خب بر اساس علم برام خیلی چیز داره. خب فکر میکنم همینه دیگه، وقتی که مثلا یک مجموعه 6 7 میلیاردی آدما و این همه مثلا اینستیتوشن و این همه دانشگاه و اینا میان تحقیق میکنن، اطلاع میکنن، اطلاعات مختلف دارن، من بیشتر میتونم بهش مثلا اتکا بکنم، یا مثلا یه کسی از پشت کو در میاد میگه که تو بیا مثلا این دودو بندازم فلان و اینا. دارم الان یه مستند خیلی جالبی توی نتفلیکس تماشا میکنم. من حالا از همون موقع شروع کردم خیلی زیاد توی حالا تکست، داکیومنتری، هر چیزی در مورد اِوولوشن و ساختار شکلی جهان، تکامل، این مستند تکامل و این مستند میاد حیات روی زمین رو هی مطالعه میکنه، برمیگرده میره به غرب. مش چیه نمیدونم ولی نگاه میکنم توی نتفلیکس به دنیا. داشتم اینو میدیدم واقعا همه هفته پیش، خیلی فوق العاده است، به خاطر اینکه و یه نفر دیگه در مورد مارس داشتم میدیدم و من خیلی به مارس علاقمند بودم که چه جوری ما رو مارس میتونیم حیاتو درست بکنیم. اینم باز از تکستای تافل بود، خیلی زیاد میخوندم. جالب من تکستای تافل رو میخوندم، مثلا اون کانتنتاش برام انقدر جالب بود یادم میرفت که من دارم مثلا برای یه امتحانی درس میخونم. هی اول میرفتم اون جیولوژی ها و ایناشو میخوندم بیشتر تا مفاهیم اجتماعی شو. و واسه همینه که تو این چند تا تجربه که داشتم من اصلا خیلی کلمه و آدم و اینا نمیشنوم، مثلا همش میرم جلوی خورشید و بعد مثلا پلنت ها و بعد حالا شاید حالا از اصلا سولار سیستم بیرون نرفتم، ولی خیلی ساده است دیگه. و اینکه چقدر ما بخش کوچیکی از این جریان 13 میلیارد ساله هستیم و یه گریفید ابزرویتری هست اینجا، از اینجا تو ما میتونیم تراسمون ببینیمش که میرم اونجا 4 و 5 میلی بالا وزیگون. رفتی گریفید ابزرویتری؟ آره 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 آه نه گریفید 4 و 5 نیست، ببخشید اون وره، من اون یکی ابزرویتری من با چیز قاطیش کردم. آره خب بگو بگو. ببین این یه دونه چیز به اینا چی میگه سینما 2000 که الان میری توش میشینی فیلم پخش میکنه. من عاشق این فیلم هم توی همه این ساینس میوزیوم ها که میرم اینا رو نگاه میکنم. این خیلی فیلم های قشنگی پخش میکنه، اونجا که میری صندلی رو میخوابونه روی دوم تماشا میکنی. خواستم من فهمیدم آقای گریفید یه معدن چیز معدن کار که معدندار بوده و خیلی ثروتمند بوده و پولدار بوده 1900 اینا، و این خیلی علاقه من بوده به آسمان نگاهی و تلسکوپ میذاشه و هی آسمون رو نگاه میکرده و اینا، و میگه که وصیت میکنه که اینجا من این تلسکوپی درست بکنم و بذارم و اینا، ولی میمیره نمیتونه و بعد نسل بعد از پولش این فاندیشن رو درست میکنن و اینو میسازن. جملهش خیلی جالبه، میگه که اگر که یه روزی همه آدما بتونن با تلسکوپ آسمون رو نگاه کنن، زمین جای متفاوتی برای زندگی میشه. چه باحال.
خیلی به دل من نشست، این جملهش خیلی به دل من نشست، خیلی برام جالب بود. و خلاصه برای من اینه، برای من اینه که انقدر اصلا این ساختاره به وجود اومدن این جهان جالبه، و هرچی هم که بیشتر تحقیق میکنیم میفهمیم که مثلا چه احتمالات ریز و کوچیکی به وجود اومده تا ما اینجا بتونیم حیات داشته باشیم. As long as I'm here, I'm safe. خیلی خوبه. من یعنی چیزی که خیلی میشتم توی حرفات، آدمی هستی که خیلی توی لحظه حضور داره و حالا نمیدونم از اون آدمایی شاید باشی برای خود. الان به نظرم نسبتاً یه ثباتی داری توی زندگی، همسرت، خونت، زندگی، شهرت، کارت، اکیپ دوستات، و خب خیلی اینا همه چیزهایی که زندگی رو خیلی شیرین‌تر و باحال‌تر میکنه. میخوام بدونم که الان تو این بوره زندگی تو وقتی که پامشی هنوز مثلا یه انگیزه هستش یا نه، فقط you're content، you're happy که هستی اینجا، یا باز یه ambition یا یه انگیزه هستش که تو رو پوش میکنه هر روز مثلا برای به یه جای جدیدی رسیدن تو زندگیت؟ چه جالب که این حرف زدی. حالا کلا من فکر کنم مدت هاست اصلا من خودی هیچو هدفی ندارم، هدف و اینتنشن و چیزی ندارم. تا زمانی که بخوام ویژن بورد نداری؟ اوه نه، اینقدر بدم میاد این هرسمو در میاره این داستان ویژن بورد. خب بعضی وقتا مجبور میشی، مثلا من برای اینکه بخواستم از برای اینکه میخواستم بیام از ایران بیرون، حالا فکر نمیکردم آمریکا، من فکر میکردم ما باید بریم سوئد اونجا مثلا مسترز بگیریم بعدش بریم مثلا برای پی اچ دی فلان اینا. بعد سرزب مستقیم اومدم الی و یه جای آفتابی ساحل، اصلا انقدر من خوشحال بودم اون سال اول، همه میگفتن تو چه پسخلی هستی، همه مهاجرت میکنن افسرده میشن، تو چرا خوشحالی؟ گفتم آخه من فکر نمیکردم دارم میرم یه جای باحالی، من فکر کردم یه جای خیلی آلوده و کثیف و مش تو خیابونا میدوه مثل دانتان. حالا دانتان هم حتی اینطوری نیست، مثل فیلم ها همه دارن دیگر میکشن. خب یه جایی مجبور میشی دیگه. من واقعا اون موقع که باید آره ویژن بورد نمیدونم داشتم یا نداشتم، ولی باید مثلا زبانم رو درست میکردم، باید پورتفولیوم رو جمع جور میکردم، باید اپلای میکردم. آره نه اینو فرق داره، ولی آره میفهم بالاخره باید یه سری پله های آدم همه ورداره تو زندگیش بجه الکیب که سیکیم خیالی. آره دیگه یه جایی من فکر کردم که من باید خونه بخرم، الان من بایستی مثلا اینوستمنت بکنم، الان بایستی مثلا این کارو بکنم. خب بخشای زیادی از اینا حالا ویژن بورد نمیدونم، ولی اینتنشن داشته پشت سرش. خب یه بخشایش هم فقط برای لذت بوده. مثلا ما پیارسال رفتیم یه سفر جاشوا تری، بعد رفتیم یه جای ایر بی ام بی کردیم، یه خونه ای که تو جاده خاکی رفتیم و اینا، خیلی جای راهش خیلی سخت بود و چه جای جالبیه این. مثلا یه جاکوزی گذاشته بود مثلا end of the civilization، برای که اصلا بعد از اون میلیتاریزم بود دیگه، هیچ کم که نمیتونست باشه. خیلی برام جالب، گفتم چه جای جالبیه، بریم اینجا خونه بسازیم. اون اصلا نیاز نبود و بعد رفتیم یه خونه ساختیم، همین مثلا جنوری تمومش کردیم. اون اصلا نیاز نبود، بیشتر از روی ambitious بودن بود و ambitious بودن سر لذت. و این کلمه ambitious هم خیلی برای من از کلمه های جالبیه، وقتی که داشتم انگلیسی یاد میگرفتم این بود که من اینو میخوندم، بعد میگفت ambitious بشه جاه طلب، بعد من هی میدیدم که اینو به عنوان یه چیز مثبت داره استفاده میکنه، هی میگفتم مگه جاه طلب که چیز بدیه که، بعد هی میگفت اوه مثلا he's such an ambitious guy، این که خب پس چرا اینو داره به عنوان. خیلی برام طول کشید تا بفهمم، حتی تا وقتی آمریکا اومدم، حتی مثلا من توی پورتفولیو یه جاهایی نوشته بودم که مثلا من ambitious نیستم، فکر میکردم ambitious یعنی حریص، مثلا یه کسی که میخواد همه چیزو بگیره. مثلا میدونی شاید تو زبان فارسی جاه طلب منفی نیست. آره نه درست میگی، موافقم. ولی حالا الان فکر میکنم برای اولین بار توی مثلا زندگیم که اون معنی مثلا ambitious رو تجربه کردم اینجا، که فراتر از نیازت میری دنبال یه چیزی. و حالا دیگه نمیدونم، کپیتالیزم که اصلا اصلش فکر کنم همینه دیگه، تو اصلا یه آدم چه نیازی داره، چطور میتونه درک بکنه این اصلا ایلان ماسک باها چیکار بکنه، اصلا تو ذهنش چی میگذره اصلا با این همه چیزی که داره، با این همه کنترلی که داره. ولی بازم که تویتر رو کرده پلی گراوندش دیگه، فعلا دیگه از این کارا میکنن دیگه.
خب اونم یه امبشسه دیگه، داره با آدما بازی میکنه، با چند میلیون آدم بازی میکنه. آره اونم برای خودش داستانیه. خلاصه اینو برای جواب نمیدونم کدوم سوالت بود. آره برای اینکه ببندیم داستان و اینا پادکست رو بگم همین رو میخواستم بگم، برگردیم رو برنینگ من چون تم اصلی داستان برنینگ من بود و اینکه بگو تجربه بعدی چجوری شد. من یکم دیر واردش اینجا شدم برای اینکه حالا میخوایم اولاشو پاک کنیم. نه با هیچ رو پاک نمیکنم، همش باحاله بابا. بذار من چند تا تونتون تجربه هم بگم اونجا که برام جالب بود، چرا خوشم میاد. و حالا اون سال اول که رفتم، سال بعدش نرفتم، بعد سال 19 یهو لحظه آخرش بلیت گرفتیم رفتیم، بعد دیگه دیدم باحال، هی یواش یواش دارم یاد میگیرم. یه چیزیش که برای من خیلی جالبه و سعی میکنم همیشه این کارو بکنم و این سال خیلی از قصد این کار رو کردم، مثلا اینی که تو اصلا باید یه جاهایی تنها بری و گم بشی. و من همیشه پولم تا حد زیادی همیشه آماده است. آماده یعنی که همیشه 2 لیتر آب توش باشه، حتی اگه 1 لیتر میرم میکنمش 2 لیتر. الانم چند سال یاد گرفتم توش سکنجبینم میریزم که یه شوگری هم مثلا داشته باشه و یه چند تا پروتئین بار داشته باشی، یعنی که زنده مانیت مثلا برقرار باشه، بعد همیشه این باشه همراه. حتی اگه میخوای شده که میگم برم اینجا این مجسمه رو ببینم برگردم، مثلا 5 دقیقه راهه، بعد مثلا رفتم فردا صبح برگشتم. و این خیلی عالیه، اینش برای من خیلی خیلی عالیه که اصلا میری و دیگه نمیدونی کجا میری و کی برمیگردی، ولی همیشه مثلا سیفی. اگه به اون سلف ریلاینس پرینسیپل بچسبی همیشه سیفی، همیشه هم دیگران خوشحالن. و این برای من خیلی جالبه و حرف زدن با آدما. مثلا یه چیز دیگه که امسال برای من بود این بود که همینجوری گفتم یه شب میرم بیرون، من استیجای گنده و سر صدا و شلوغی و اینا من خیلی اذیت میکنه. امسال هم با یه کمپی رفتیم که کمپ گی بودن، توی گیبرهود بود. بعد ببین خیلی جالبه، اصلا گیبرهود دارن، یعنی همون سگرگیشن شهرهای آمریکا رو با دوباره اونجا هم دارن. من نمیدونستم اینا، نمیدونم اون موقع بود یا نه، شاید بود. من که قهای بودم هیچ نمیفهمم، فقط همه رو بغل میکردم بوس میکردم. خب اول اینکه برام خیلی مسخره بود که همون سگرگیشن رو آوردن اینجا، بعد فهمیدم اصلا اینا اومدن سیکرت پارتی، اینا اومدن بار هاپینگ. همه اینایی که میگم شاید یه روز خودم هم کردم ها، ولی الان میخوام جاجمنتال باشم، الان میخوام بگم دیگه همه رو. همونطور که در مورد سیاه‌پوستا گفتم که اونجا نیستن، میگم انگلیسی اینا رو جرئت نمیکنم بگم، الان هم خوشبختانه دارم به فارسی میگم. منم بعضی وقتا به این موضوع فکر میکنم، این پادکست اگه به انگلیسی بود خیلی وقت پیش کنسل شده بودم. ولی چه خوب بود اونجا با آدما میشستم، بعد اول بهشون میگفتم، میگفتم sorry I'm gonna be a little bit judgmental, are you okay with that، مثلا میگفتم حرفا میزدم، ولی خوب بود. خب حالا بعدشون نمیومد در اکثر مواقع. اینا من دیدم که مثلا مرتب انگار که ویهو رفتی به سالی بود یا مثلا گیبر هودا رفتی، همش میرن بار هاپینگ، مثلا از این بار از اون. بعد مثلا یه دونه وایت بورد بود، برنامه می نوشتن، اوکی ما مثلا 12 تا 2 اینجا این، 2 تا 4 اینجا این، 4 تا همه اینجاییم، و اینا رو همه رو باید میرفتن. و خیلی فکر میکنم خیلی زیاد مثلا سکس براشون یه چیز، حتی اونایی که مزدوج بودن، حتی اونایی که با هم بودن، خیلی سکس براشون گول بود. ما هم اوپن ریلیشنشیپیم، ما هم مثلا در مورد این قضیه اوکی سکشولی اکسکلوسیو نیستیم، ولی حالا برای استریت ها رو من میفهمم، برای اینکه استریت ها اورجیدوم ندارن تو شهر. اوکی من میفهمم اگه برن برنینگ من بخوام برن اورجیدوم، ایتس مثلا نیو اکسپریانس. ولی دیگه گیا توی شهر که مثلا یه مهمون، یه پارتی حتی که توی سکس کلاب هم نیست، با لیدر استراپ با شورت میرن اونجا، بعد سکس هم میکنن وسط استیجی که دارن میرقصن. پس برای اونا دیگه چرا این انقدر چیزیه که میخوان دنبالش برن؟ این برای من خیلی عجیبه، مثلا سوال بود که اگه پیش اومد که هرچه پیش اومد خوش اومد، ولی اینکه انقدر دنبال این قضیه باشن برای من جالب بود. خلاصه من هیچ وقت اینتنشنی ندارم، همینجوری میرم و خیلی برام جالبه که همیشه میرم، هم هیچ وقتم نمیفهمم به کجا میرم. همینجوری میدی اینو میبینی، بعد اونو میبینی، بعد میشینی با آدما حرف میزنی. و مثلا امسال خیلی فرهنگ شلترینگ رو بهتر تجربه کردم، برای اینکه این داستورما میومد و یهو همه جا رو ناپدید میکرد دیگه، خب هیچی نمیدیدی. و امسال هم گلی بود و اینا وحشتناک. تو امسال نه گله جمعه بعد از ظهر اومد. بعدش اوکی شد، یعنی
نه یعنی آلردی ما 7 روز اونجا بودیم. آه با هیچی بابا. اوکی بابا من یه جوری همه نوشتم دیدی اخبار اگزاجره میکنم هیچی بابا. نه من همه پاره شد و فلان توی اینستاگرامم بعدن برو نگاه بکن. بارون ساعت جمعه بعد از ظهر اومد. مثلا جمعه ساعت 2 3 دیگه دوچرخه ما راه نمی‌رفت. دوچرخه‌مون رو یه جایی قفل کردیم، پیاده رفتیم. بعد از اون که پیاده هم نمی‌تونستیم بریم. دیگه کفشامو در آوردم با پا مثلا خب توی مگه شمال چه جوری بود مثلا می‌رفتی یه چه گل بود گل گیر می‌کردی. دیگه نمی‌میدی که مثلا جاده اون بغله دیگه باش پیاده می‌ری تا اونجا بعد از اونجا با یه چیزی می‌ری. اون خیلی دیر بود. نه 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 شلترینگی که دارم میگم به خاطر داستورم بود. پارسال برای اینکه داستورم میومد 8 ساعت میمون، بعد ما شلترینگمون مثلا همین 8 ساعت، این دیگه شلترینگ نمیشه که قربون مثلا اصلا دیگه اقامت کردیم اونجا، هی میشستی نمیافتاد. امسال خیلی خوب بود، میومد مثلا 10 دقیقه بود بعد میرفت، بعد که میومد بیرون میدیدی داره میره، بعد خیلی قشنگ بود. بعد من تا میدیدم به خاطر اینکه هم خودت هم دیگران رو، هم خودت هم دیگران، یعنی همیشه یه بالانسی باید درست بکنی، هم امنیت خودت هم دیگران. حتی اگه خودت هم دوست داری اینجا وایسی به خاطر دیگران وای نسو، بپر برو اینجا پناه بگیر، چون تو اونجا وای میسی یکی ممکنه بیاد بخوره بهت، یا میدونی چی میگم، یه ماشینی شاید داره، آمبولانسی شاید داره رد میشه، بهتره که نباشی. تا جایی که میتونی هم مثلا نور و اینا باید به خودت دست بکنی. من همه اینا رو خیلی خیلی رعایت میکنم، هم به خاطر خودم، هم بیشتر به خاطر این 70-80 هزار نفری که اینجا هستن، که همه با هم بتونیم مثلا خوشحال باشیم دیگه، میدونی کسی رو به زحمت نندازیم. و این شلترینگ خیلی باحال بود دیگه. تا این داستان میومد میپریدم میرفتم یه جا میشستیم با هم همینجوری حرف میزدی، تو چیکار میکنی، تو چیکار میکنی اینا، بعد دوباره بعد او هوا چیز میومدیم بیرون یه نگاه میکنیم اون چیه مثلا بریم اون وری، و میرفتیم اون وری، و دوباره مثلا یه داستان میومد میپرید یه جای دیگه میشستی. و یه جا ما رفتیم توی پایرامیدی که بالاش درخت بود که آرتیستش گفت میخوام اینو جمع کنم ببرم مکزیک بعدش. و رفتیم اونجا با چند نفر نشستیم، اتفاقا اونجا با یه دوستم، دوستم پیدا شد. بعد نشسته بودیم، نشستیم اونجا رو زمین. حالا اینا که من دارم تعریف میکنم همزمان پارتی برقرار همه جا، یه عده آدم دارن جلوی این پارتی ها میرقصن، ولی مثلا من رد میشدم که پارتی رو میدم همجوری دوچرخم بار میسدم، یکم تکون میخوردم یا میرفتم یه نیم ساعت تکون میخوردم بعدش میرفتم، نمیتونم صفحه طولانی بایستم. بعد دستم رو گرفتیم همه نشستیم گفتیم let's make a confession one by one. بعد من رو دختری چی گفت، بعد پسره گفتش که I was physically abused by my ex girlfriend. بعد مثلا رب بعد من گفت، بعد خیلی مثلا یهو گفتن واو، بعد مثلا اینا اینجوری شد و اینا، گفتم خب حالا next. بعد تو ذهن من گفتم خب بعد مثلا چندین دوستای منی همچین چیزی رو تعریف کرده بودن، چندین برای من از فرهنگ ایرانی، برای من خیلی به فارسی اینو شنیده بودم که یارو مثلا زنش زده بودتش. خب این پسری یه چیزی رو گفت که انگار مثلا تا حالا به کسی نگفته بود و خیلی براش مثلا ریلیف بود. اینجا شو داشتم میگفتم که خیلی برای فرهنگ، به فرهنگ ایرانی شاید نزدیکه یه چیزاییش برای ایرانی ها، شاید من اینجوری میگم، ولی ایرانی هایی تو تاکسی مثلا میشستیم آدم ها چیزای خصوصیشون رو میگفتن. آره من تا یه موقع یه مقاله می نوشتم در مورد برای تهران اونو، در واقع همین داستانه تاکسی کنفشنز و اینا، می شه تو تاکسی هر کی هر چی میخواست میگفتش دیگه، از سیاست تا فلسفه تا فلان اعترافات. یکی دیگه مثلا همین برای این پادکست من، الان این پادکست مسیر راستی من تعداد وایس میل مثلا میتونم میدونه تز بنویسم از وایس میل هایی که دارم از مردم که اعترافاتی که من کردن که به هیچ کسی تو زندگیشو نکردن، من پشمام می‌ریزه. خیلیش هم دارک و عجیب غریب، اصلا مدام مغزش سوت می‌کشه دیگه، راستش بخوای چیزش توانش ندارم که همشو گوش کنم، چون دیگه تو من که روان پزشک نیستم که من فقط یه کامیونیتی دارم که دوست دارم بچا دور هم دیگه بتونیم در و دل بکنیم. خب نکن این کارو، نکن این کارو، بگو که لطفاً چیزای خیلی سنگینو نگید به من واقعا، چون تو نمیتونی اونا رو از خودت رد کنی اگه تخصصشو نداشته باشی. آره یه موقع خیلی فشارم زیاد شد دیگه، کمتر دیگه بیشتر. مثلا گریه کردن مردا، مثلا اینو من قبلا توی یه دونه کلاس اینجا لندمارک بود که چرت و پرت بود ازش هم آدم دیدم. لندمارک خیلی کوسچر، ببخشید من که قضاوت میکنم تخمم هم نیست، من از روی فضولی همه رو میرم، ولی خوشبختانه لندمارک چون روز آخرش اومدم بیرون بعد باهاشون دعوام شد، هی میگه آقا کانفرنس کن میخوای برگردی تو کانفرنس ادمیت کن چی، من اومدم بی خسته شدم. نه چرا اومدی تو، یه چیزی هست تو اون چی؟ گفتم نه. گفت پس ما راد نمیدیم. گفتم پس پولمون پس بدید.
خوشبختانه پولم هم پس گرفتم روز آخر اومدم بیرون. ولی اونجا هم خیلی جالب بود، یارو میومد جلو مثلا مرده میگفت من خب یه چیزی رو بگم تا حالا به کسی نگفتم، من نمیم با زنم مشکل دارم، و گریه میکرد این آقا بگم واو مثلا این که دیگه واقعا توی ایران همه دیگه زیاده روی هم حتی میکنن در مورد این چیزا، میشینن همه حرف میزنن. آره بابا ما اصلا بعضی وقت فکر میکنم که مردم یادش میره مثلا مشکلاتی که تو ما تو کشورهای جهان سومی در حال توسعه داریم اصلا قابل مقایسه. من یه بار بعد از خب نمیدونم چرا داستان در مورد زندگی نمیدونم، بابام تو اوین کشتن، مامانم رو گروگان نگه داشتن فلان، زندگی اون همه رو ترکید. بعد تو یه مهمونی تو الی بودم اتفاقا، یه دختر بعد کنسرت داشتم اومد و بعد خیلی هم داف بود و خیلی هم حشری بودم من اون شب و اینا، اومد با من کلی درد دل که رام من کاملا درد تو رو درک میکنم که پدر تو از دست دادی و مامانت این شد و فلان شد و اینا. گفت من هفته پیش با اکسم به هم زدم، میفهمم حس تو رو. و من تو ذهنم اونجا باید تصمیم میگرفتم که این آدم بریک اپ خودش رو مقایسه کرده با تمام این تراژدی زندگی من، ولی من انقدر حشری بودم بعد این اونجا این دو دو تا چهار تا شب دیدم چیزی بگم از آنور خودم دفاع بکنم بیاد بگم نه بی خیال برو شب حالش رو ببر. خلاصه ما رفتیم شب حالش رو بردیم دیگه، بی خیال شدیم به جای اینکه وارد یه بحث و جنگ فلسفی بشیم. ولی بخوام اینو بگم، یعنی منظورم از این داستان اینه که یعنی آدما بعضی وقتا اون درد و داستانایی که دارن بعضی وقتا حتی میسازن، یا یه سیراش واقعا لجیتمته، یه سیراش واقعیه. ولی کجا رفتی؟ چی شدی؟ هستی هنوز؟ احسان یا میوت شدی؟ دستت به یه چیزی خورد ظاهرن، خودتو میوت کردی یا احسان؟ امیدوارم برگرده. ولی شما اگه جای من بودین چی کار میکردین؟ کم کم ببندیم این پادکست رو، چقدر شدش؟ احسان مخواه برو بیرون. آه الان درست شد، درست شد. صدات اومد ولی تصدیق نه. یکی بهم زنگ زد بسید بسید یه تکستی بدم که دیگه زنگ نزنه. نه بی ببندیمش، بابا 5 دقیقه دیگه میبندیم. من مخواهم برم بخوابم. خوابم بیرون. اوکی برو بلیشون گفتم که این چیزاش به نظر من به ایران چیز بود. بیشتر در مورد تجربه های این برنینگ من فقط برات میگفتم، ولی خیلی چیز دیگر رو گفتیم. نه ما خیلی پادکست باحالی شد. اصلا فکر نمی‌کنم در مورد این چیزا می‌خوام حرف بزنم. این نظری دادن، قضا دادن، مثلا گریه کردن، یه چیزی مثلا خیلی برام جالب بود. بیشترین کسایی که اینجا مثلا میومدن منو بغل می‌کردن، بوس می‌کردن، می‌گفتن تو چه خوشگلی، مردای استریت آمریکایی بودن. و هی هم سری بعدش می‌گفتن اوه یو آر سچ ا بیوتیفول آی یو آر سچ ا بیوتیفول کریچر بات آم نات گی. سری هم اینو می‌گفتن. بعد مثلا می‌گفتم ایت داز مادر یو آر هو یو آر. مثلا من خیلی اصلا سکشوال نمی‌شدم با آدما، می‌فهمیدم که آدما بادی تاچ دارن، ولی این چرا انقدر می‌ترسه از اینکه بیاد مثلا علاقه و ایموشنش. من خودم خیلی دوست داشتم زنای مسن رو بغل کنم، خیلی برام لذت بخش بود. مثلا یه خانم 80 ساله با ماشین اومده، با این آرت کارا روی ویلچر اومده با اینا. اینکه مثلا اینم برای ایرانی‌ها خیلی راحت تاچی هستن، مثلا دیگه رو بغل می‌کنن، با هم می‌خوابن، کادل می‌کنن، می‌دونی. و منم مثلا بیشتر دوستامم ستریت هم دیگه با توی ایران که یک کامیونیتی نداریم و هنوز هم هستن. اصلا این چیزاش هم برای من خیلی جالب بود. میفهمم که چرا برای یه آمریکایی تک تک اینا no transaction be who you are نمیدونم cry whenever you feel it دوری تلفون زنگ خورد، شاید بود بهش گوش میدادم که میخواست مسیج بزنه که بهش دیگه تکس نزنم یا فلان. ولی همینه دیگه، پادکست های منو که میشناسین. ببین بالین پادکست هایی که من okay. قطع نمی کنم، ادیت نمی کنم، این چیز میزنم. This is part of the process. This is a slice of real life دیگه. It's a real conversation between two people. تو دونه واقعا اتفاقا میفته دیگه. وسط یه جایی هست یکی داری حزن. دیدی مثلا وضع خود بدترین موقعی که بزنید. این که پادکست تخمه تو باید. Nobody cares. ولی توی جای خیلی مهم بعضی وقتا تلفنت هی زنگ میخوره داری سکته میکنی. Anyways پس جنبندیت از Burning Man کلن یه چیز مثبت اونجوری که من برداشت میکنم. برای من خیلی مثبت همه اینایی که خیلی خب میگم دیگه از منم برای که to play devil's advocate واقعا میگم باز حتی خودم گفت این چیز داره بیشتر برای یه سری آدم ها و قشر خاصیه که میتونن
اون وقت رو پیدا بکنن توی زندگی و روتینشون که بیان لذت ببرن. و میگم مثل خیلی دیگه میدونم این حرف نمیدونم چقدر موافق باشی نباشه، ولی من توی خیلی از دوستای پولدار و موفقم چیزی که خیلی خب مشترک دیدم اینه که خیلیشون از یه محیطی میان توی جامعه قرار میگیرن که آدمای پولدار و موفق دیگه خب باعث میشه که همدیگه رو بیشتر بتونن بکشن بالا و میدونی یه جوری اون نتورک خیلی تاثیر میذاره برای اینکه آدم بتونه به یه جای بالاتری از لحاظ مادی و اقتصادی تو زندگیش برسه. و احساس میکنم که یه سری جایی مثل برینگمن شات اینتنشن اولیش یه چیز دیگه بود، ولی الانم انگار همین یه حالت I'm playing devil's advocate ولی انگار it's just like schmoozing on psychedelics خیلی وقت دار. یعنی این برای همین مثلا من میگم بچه هایی که مثلا چه میدونم مثلا فستیوال های دیگه رفتی چیزی به غیر از برنینگ من یا نه مثلا بیس کن یا یعنی جای دیگه یا. نه من Life is Beautiful رو رفتم به خاطر اینکه نام زدم دوست داشت و نظرم خیلی کوچیک بود، خیلی بچه گونه بود. مثلا اصلا موزیک های برنینگ من رو دوست نداره و جالبه که اصلا خیلی هم بعدش میاد، از اول هم نمیخواست بیاد برای اینکه مثلا مام باباش از اینایی بودن که به بودایی شدن توی 60-70 همش میگه بانچ آف هیپیز مثلا من اصلا خوشم بولشت مثلا همش میگه من اینا بزرگ شدم توی فکرم بولدر کلرادو، هر بچه میگن با مام باباش هرچی باشه میره یه ولی آره. میره حالا اینا هم که این ولی بودن این اصلا دوست نداشت ولی اومد و ولی هم پارسال هم امسال خیلی بهش سخت گذشت، خیلی بد بود و همش از یه روزی میگفت من میخوام برم، من دیگه نمیخوام اینجا باشم، بدم میاد. و پارسال من خیلی سر این قضیه زمانمو از دست دادم و اذیت شدم، خودمو نگران کردم، بعد که دیدم همه سیفن امسال فقط آبشو میدادم غذاشو میدادم و گفتم اوکی بشین اینجا، میرفتم دنبال کار خودم وای نمیسادم گفتم قبلا گفته بودم آره گفتم اگه اینجا دراما بکنی من میخوام برم، من اونجا یه هفته است کسی نمیمیره از بنده که یور هیر یور هیر. حالا اگه برای بچه‌ای که اینو گوش میکنن سوالی باز پیش اومد میتونیم یه اپیزود دیگه با هم این دپث در مورد چیزایی صحبت بکنیم، ولی آخره پادکست معمولا سعی میکنم، البته امروز تو خیلی چیزا رو کانفس کردی ولی چون بحث کانفشن اینا شد بعضی وقتا از بچه‌ای که میان تو پادکست ازشون خواهش میکنم یه چیزی اعتراف بکنن در مورد خودشون که هیچ کسی نمیدونه، ولی بحث من چیزی نیست که آقا گریه آور باشه فلان، میتونه چیز احمقانه خنده دار باشه، یه روتین شبا با جوراب میخوابه یا نمیدونم شورت پات نیست یا چه میدونم هر روز اگه از سمت چپ خیابون رانری نمیدونم نمیتونی جلد بزنی یا چه میدونم، یه چیزی که خیلی منحصر به فرد خودتو، اگه تو ذهن چیزی هستش کسی شاد زیاد در مورد تو ندونه. آره ولی چیز بدی نیست، چیز خوبه. نه اصلا لازم نیست بدی باشه، فقط it's just a small thing. البته جالبه که میگی اینو، من زیر همون پایرامیده جزء کانفشن من بود به دوستام. منم شاید مثل خیلی دیگه مشکل رابطه با پدر مادرم داشتم به خاطر یه مسئله، سر مسئله اقتصادی، خانوادگی، اجتماعی، هر چیزی. شاید بگم مثلا این سکشوال اورینتیشن آخریش بوده، شاید من نمیدونم، ولی میدونم که اصلا دلایلش چیزهای دیگه ای بوده. خیلی سر این مشکل داشتم و اصلا لندمارک هم برای همین رفتم که بابا مثلا من چجوری میتونم ریلکس، چقدر بده ما مثلا بعد چند سالم همدیگه رو میبینی باز شروع میکنیم دعوا کردن، من چرا اینجوری ام، چرا نمیشه ما مثلا با هم، هی فتیش میکردم، دریم میکردم، الان میریم اینجا میریم اونجا میریم این کار، تا میرسیدیم مثلا دعوا شروع میشد. بعد آخرین باری که رفتم ایران و برگشتم گفتم مثلا why am I doing this, I have this, I'm living in a heaven, I'm having this great life. ببخشید که قدرت اینو نداشتم یا داشتم، ولی تقریبا رابطه‌مو قطع کردم و فکر کردم که مگه حیوانا که بچه به دنیا میارن از یه جایی اصلا بچه‌شون از قبیله بیرون میکنن، میگم برو زندگی خودتو درست بکن. خب حالا آدما میگن دیگه یکم متمدن هم اونقدر وحشی نیستن، ولی خب حالا دیگه من دارم زندگی خب من که اینقدر خوشحالم و اینقدر خوبه و همه چیز عالیه، اونا هم حتما خوشحالن و خوبن، لزومی نداره اینقدر با هم در ارتباط باشیم. ولی متاسفانه شاید نتونستم اینو بهشون توضیح بدم، دادم، حالا امیدوارم که متوجه بشن. من گفتم من خیلی خوشحالم، فکر کنم شما هم خیلی خوشحالید، هر کی میتونه زندگی خودش رو داشته باشه، به هر حال من نمیدونم، for some reason we cannot get along. جالبه، خیلی جالبه. ولی فکر کنم خیلی بچهای دیگه شاید همچین حسی رو بکنن که دارن اینو گوش میکنن که خوشحالن از این قضیه. آره نه یعنی فکر کنم خیلی هستن که به یه جایی میرسن که متوجه میشن که آقا من آره اینجوری خوشحالترم که این خط رو برای خودم بکشم و این خط رو نشون و زندگی خودم رو فقط در حد توانایی خودم که سلامتی روحی روانی و خوشحالی خودم و مسئولش منم، کسی دیگه نیستش.
نه اون که اصلا من میدونم مسئولش نیستن دفنتلی، اون که هیچی، من فقط یه عذاب وجدان کوچیکی دارم که نمیخوام اونا ناراحت باشن از این قضیه، و این شاید تنها چیزی بود که یکم تو آیواسکای من اومد، ولی خیلی کوچیکه. مثلا دیدم ناراحت گفتن نه بابا خوشحالی، شما هم خوشحالی، همه خوشحالی، تموم شد رفت. ولی دیگه that's what I can do. احسان خیلی حال کردم با حرف زدم، خیلی خوشگذر. منم همینطور. آره امیدوارم که اومدم الی رو به نظر من گوش نده. چی؟ تا جایی که میچوکه چیزای نگاتیو گوش نده، برای اینکه کار تو نیستش که. آره نه اونو که دیگه آره آدم ها رو گوش بدی دیگه نمیتونم. آره من این آیواسکای دومتو گوش کردم، اتفاقا داشتیم از جاشوا تری برمیگشتیم، روزای آخر بود اصلا، فکر کنم دیگه خونه رو تموم کرده بودیم داشتیم برمیگشتیم. آره خونه رو تموم کردیم داشتیم برمیگشتیم، و تو راه برگشت پارتنرم کنارم خوابیده بود، نه نام زدم دوستم که اتفاقا از دوست دوران بابل سرم هم هست، همونجا هم همخونه بودیم، اینجا هم همخونه بودیم، اینجا هم با هم بیزنس پارتنریم. داشتم گوش میکردم داستان تو، گفتم وای چرا آخه حیفه، چرا این انقدر مثلا نگاتیویتی و تاریکی و تیرگی و اینا داره تو خودشون، چیزایی که تعریف میکردی. و من گفتم خب مثلا اینقدر باحاله، موزیک میزنه، نمیدونم این دوستاش هستم، حالا متاسفم برای اتفاقاتی که برای پدرت افتاده و برای خانوادتون افتاده، من نمیتونم قضاوت کنم، من تجربه نکردم اونا رو، ولی داشتم فکر میکردم که کاش که میتونست خوشحال تر باشه. نه من فکر میکنم اصولا میدونی خودم آدمی هم که خوشحالم، یعنی ذاتن، ولی انگار توی دنیای خاکستری زندگی میکنم که هر روز باید یاد خودم بندازم که خوشحالم و همه چی خوبه، چون با همه سختی و بدبختی واقعا خودم، یعنی راست بخوای حوصله‌ام سر میره وقتی که زیادی تو فاز افسرده و دپو اینا میفتم، مثلا میگم خب که مو گایدی با لوس بازی رو بذار کنار، یعنی آخه خوب نیست. ببین افسردگی خوب نیست متاسفانه، من فکر می‌کنم ما تو ایران یه فتیش افسردگی داشتیم، فکر می‌کردیم که او ام سو کول دت ام دیپرس، مثلا فروغ گوش می‌کردیم، بعد فروغ توی اینترویوش داشت میگفتش که من فکر می‌کنم یکی از زیباترین حسایی که خود آدم داده غمه، و من اینجا که اومدم یه دوست آمریکایی پیدا کردم، خیلی اهل ادبیات بود و اینا، بعد اینا رو می‌خوند و اینا، بعد که میگفت تو چقدر غمگینی، اینو بهش گفتم، فروغ اینو گفته، گفت مثلا such a bullshit، مثلا happiness is much better, much nicer, more beautiful. راست میگه که چیزی که داره نابودت میکنه، مثلا ما همه بخش این زنجیره تکامل حیاتی هستیم دیگه، خب هرچی خوشحال تر باشی بیشتر میتونی این حیاتو پخش بکنی. اینم یکی از تمرینایی بود که من امسال میکردم، من همینجوری که خیلی خوشحال میشدم رو هر چیزی، خوشحال که میشدم، خوشحالیم که سرازیر میشد، هی فکر میکردم میخوام آدما رو تاچ کنم، بعد میترسیدم، دوست دارم آدما بغل میکنن اونجا، ولی نمیخواستم کسی، یعنی ترس و نگرانی من این بود که دیگران رو معذب کنم یا آدما رو مثلا فکر کنن من دارم، بعضی دیدی رد میشن اینجوری دست میزنن، بعد مثلا خودم خوشم نمیاد، مثلا وات فاک، این یعنی چی؟ یه پسر چند بار اومده میاد کنارم، کن آی تاچ یو، اف کورس نات، مثلا وات فاک، یعنی چی کن آی تاچ، من اصلا از این خیلی بدم میاد، بعد هی گفتم خدای پس من چه جوری میتونم برم آدما رو، من اصلا هیچ نظر سکشوالی ندارم، میخوام آدم رو بدم. آخرش روزهای آخر اینو پیدا کردم، میرفتم جلوی آدم ها میگفتم که اینجوری دستم رو اینجوری میکردم، میگفتم I'm full of happiness, I have some overflow that I need to pass around، و اینجوری اصلا دستم رو که اینجوری میکردم قبل از اینکه بگم آدم ها دستشون رو میذاشتن، جز یه آقایی که وایساده بود، فکر کرد من منظورم اینه که بیا برقصین، بعد خیلی اینجوری آروم بود، گفت نو تانک یو، تازه اونم خیلی چیز، گفتم نو گیو می یور هند، خیلی جالبه همه دستشون رو دادن، بعد دستشون رو میدادم، من اینجوری بعد دو تا نفس عمیق باهاشون میکشیدم، اونا هم میکشیدن، بعد که چششون رو باز میکردم همشون خوشحال بودن، برای اینکه آدم ها یادشون میره نفس عمیق بکشن اونجا تو اون جمعیت، رو با این سطح حرکتی که داری میکنی ساعتها بایستاده طرف نفس عمیق نکشیده، و این دو تا نفس عمیق انقدر خوشحال میشدن، من خیلی حال کرده بودم که راهش رو پیدا کردم چه جوری، مثلا میگم دیگه تو با راه پیدا کردی با لندمارک خودتو بزنی حالا. احسان جون خیلی خوشحال شدم با درسم، منو برم قربونت برم، تو موزه خودت باش، با هم در تماسی، میبینم ازت، خیلی وقت که دیگه خواب رنگی ندیدم حتی با